به نام خدا. خانم ها آقایان سلام علیکم، خیلی مخلصیم. برنامه تبادل رو تماشا میکنید. تقریبا فکر کنم یه دو هفته ای شد که ما هر شب حدود ساعت 9 اینجا میایم درباره انتخابات با هم گفتگو میکنیم و همه تلاشمون اینه که خودمون رو نزدیکتر کنیم به اعماق انتخابات. آقای زاکانی چند روز پیش اعلام کردند که من از انتخابات کنارگیری نمی کنم، چون اون روزی که کنارگیری کردم یک آقای رئیسی بود، الان دیگه نمی کنم. امروز اعلام کردند که کنارگیری می کنم و کنارگیری کردند. من امروز خیلی ذهنم مشغول شد برای آنکه آیا ما می خواهیم در سیاست حد و مرزی قائل بشویم یا خیر؟ آیا می خواهیم که تعهد داشته باشیم با آنچه که می گوییم یا خیر؟ آیا ما برامون مهمه که افکار عمومی از حرفای ما چه تأثیری می گیرند یا نه؟ آیا ما برامون مهمه بعد از اینکه انتخابات تمام شد مردمی هستند که به واسطه جایگاه اجتماعی ما، به خاطر موقعیت ما، قراره که روی حرف ما حساب کنند و ما رو الگوی خودشون قرار بدن و بگن که ما همین جوری باید رفتار بکنیم؟ آیا اینها برای ما مهم هست یا نه؟ اگر مهمه، خواهش میکنم حرفای اطرافیانتون رو که مدام به شما میگن آقا سیاست همینه، بگو برو، گوش نکنید. حرفای کسایی که بهتون میگن که در سیاست این لوسبازی ها و اینا رو نداریم و سیاست یعنی همین، یعنی اصلا هیچ قاعده ای رو رعایت نکنیم، لطفا گوش نکنید. اگر آقای زاکانی مانده بود من نمیتونستم این حرف رو بزنم. حالا که دیگه در رقابت نیستن میتونم واضح و روشن این حرف رو بهشون بزنم و همه کسانی که دارن کنش انتخاباتی میکنن، کنش سیاسی میکنن. کنش سیاسی شما گذراست، یه ایرانه که میخواد باقی بمونه. بچه های ما هن که چشمشون رو دوختن به شما، دارن از شما یاد میگیرن و کارکنان شما هستن در مجموعه ها که فکر میکنن آها پس روش اینه، ما باید بر همین روش بریم. و ما رسانه ها هستیم که قرار فردا به حرف شما اعتماد کنیم. یعنی اگر شما درباره چیزی دیگه حرف زدید، ما به شما اعتماد کنیم، بگیم خب این حرف شما صحیحه و نگاه شک آلود به همه چیز نداشته باشیم. خواهش میکنم به هیچ قیمتی و به هیچ علتی منافع دراز مدت ایران رو، منافع دراز مدت بچه های ایرانی رو، منافع دراز مدت جمهوری اسلامی رو به بازی های کوچک سیاسی نگیرید. یه بخشی ببینیم و برگردیم. امشب ما چند تا بخش جذاب داریم. یکی آقای بهادوری جهرومی سخنگوی دولت 13 مهمان ما خواهند بود در باره دستاوردها و برنامه‌های تکمیل نشده اون دولت صحبت می‌کنیم. یکی آقای اسلامی از ستاد انتخابات کشور درباره جزئیات انتخابات فردا. حمیدرضا منائی نویسنده و رمان نویس هم مهمان ما خواهد بود که انتخابات رو از دریچه رمان و داستان نگاه میکنیم، یعنی روایتگری در موضوع انتخابات که داستان و بحث خیلی جالبی داره. به نظرم پیشنهاد میکنم اون رو بشنوید. و قسمت اول برنامه ما آقای قیس قریشی تحلیلگر سیاسی از لندن با ما صحبت میکنن درباره اولویت‌های منطقه‌ای و بین المللی رئیس جمهور بعدی. آقای قیس قریشی عزیز سلام و شب بخیر. سلام، وقت شما بخیر و ممنونم بابت این دعوت کریمانتون. قربون لطفتون. جناب قریشی عزیز، دعوا و نقطه نزاع همه نامزدها الان ارتباط با غرب یا ارتباط نداشتن با غربه. یعنی یه گروهی میگن که ما ارتباط با غرب رو برقرار میکنیم، به واسطه ارتباط با غرب تحریم ها رو حذف میکنیم و بعد از اون اوضاع اقتصادی رو به راه میشه. یه گروهی میگن که این یک تخیل، غرب بارها اثبات کرده که بنای ارتباط ندارد و شما بهتره که به فکر خونساسازی تحریم ها و تقویت از درون باشید. شما نقطه دیگه ای میبینید که بشه دربارش حرف زد یا اصلا خود این نقطه رو چطور تحلیل میکنید؟ بله، واقعیتش اینه که خب ارتباط با غرب
بد نیست، چیز مشکل داری هم نیست برای من، ولی مشکل اینه که پروین ارتباط رو با شروط خودش میخواد. شاید اگر در دهه پیش بود، دو دهه پیش بود، به هر حال غرب این جایگاه رو از لحاظ قدرت استراتژی می داشت که به هر حال یه مقداری سیاستمدار ما دست از راه بره و توجه بکنه به شروطش. ولی امروز آقای دلاوری، نظم جهانی که 1945 شکل گرفت و خب غرب رو آقای جهان کرد و یک امپراتوری بزرگ که آمریکا در رأسش بود، ناتو پیوست این امپراتوری بود و خب هماهنگی کامل در اون بلوک شکل گرفته بود، واقعیت اینه که وجود نداره، نه منظومه حقوقیش وجود داره. براتون مثال میزنم، شما شورای امنیت سازمان ملل، مجمع عمومی سازمان ملل به کلی تعطیل شدن، یعنی توی نسل‌کشی مثل غزه یا جنگ اوکراین هرگز کارایی نداشتن، دو ساله که کامل تعطیله. این از نظم حقوقی که این نظم 1945 به وجود آورد، یا دادگاه دادگستری لاهه که امروز اگر حکم میده از آمریکا تهدید میشه، یعنی کنگره آمریکا تهدیدش میکنه که من قاضیات رو تحریم میکنم و فشار میارن به قضات دادگستری لاهه، دیوان کیفری و دیوان بین‌المللی لاهه که حق نداری اسرائیل رو محکوم بکنی. این نظم نظمیه که وجود نداره، یعنی سیاست دیپلمات ما به هر حال باید این رو لحاظ بکنه. غرب تو جایگاهی نیست که برای امروز من شرط تعیین بکنه و این اگر لحاظ بشه، ارتباط با غرب، کاهش تنش با غرب، مدیریت تنش با غرب یا حتی ارتباط خیلی مناسب با غرب توی بهترین درجاتش هیچ مشکلی نداره، به شرط اینکه وضعیت امروز ایران رو بپذیرن، نقش ایران در منطقه رو بپذیرن، این رو بپذیرن که تغییر کرده، موازنه قدرت در غرب آسیا تغییر کرده. جناب دلاوری، آقای قریشی عزیز، اینو من میخوام ادامه بدم بحثشو، ولی یه کوچولو نگهش میدارم. یعنی من میخوام با این سوال برگردم که حالا اصولا فرض هم کنیم موازنه تغییر کرده و ایران الان میتونه شرطهای خودش هم رو میز بگذاره، آیا بهتر نبود که ایران برگرده اتفاقا قدرتی نداشته باشد؟ این تعبیر الان در ایران خیلی قویه، یعنی افکار عمومی بخشش داره اینو میگه، میگه این آقا این قدرت رو بذار کنار، بذار توی کمد، برو سر میز بنشین و اتفاقا برو یکی از بچه‌های اون بازی باش. اون بازی اگر تو یک عضو کوچک باشی منافع بیشتری برات داره تا اینکه یک بازیگر قدرتمند در یه زمین دیگه باشی. این یه بحثه که حالا هم میتونیم الان ادامهش بدیم، هم میتونیم بعد این سوال ادامه بدیم. سوالم اما اینه که خب شما میگید که رئیس جمهور بعدی نقطه مهم عزیمتش در روابط بین الملل کجا باید باشه اگر اینجا نیست؟ نه، واقعیت اینه که نقطه عزیمتش این تحولات و تغییر در موازنه قدرت غرب آسیا باید باشه. یعنی ببینید آقای دلاوره، خیلی سریع وقتی آمریکا یا غرب، ناتو، چه میدونم اتحادیه اروپا با شما میشینن، بر اساس مؤلفه‌های قدرت خودشون میشینن. یعنی آمریکا بدون F-35ش، بدون بمب اتمش، بدون دلارش نمیشینه با شما، اونو این تهدید همیشه روبروی شما هست. این که شما دست خالی برید و سر میز مذاکره بشینید، این من حداقل هیچ مشکلی با مذاکره ندارم، هیچ مشکلی با تفاهم‌های بزرگ ندارم، هیچ مشکلی با روابط استراتژیک ندارم، با مسائل اقتصادی ندارم. ولی ببینید این که شما چطوری سر میز بشینید، این که ما به هر حال یک بلوک در کشور مثلا باور ندارن، یعنی دستاوردهای کشور رو باور ندارن، ولی حداقل آمریکایی‌ها و اروپایی دستاوردهای خودشون رو باور دارن و میان با اون قدرت، با یعنی قدرت سخت پشتوانه دیپلماتاشونه. در نهایت ما این دستاوردهای ماست، ما در منطقه تونس ثابت کردیم که توان بازدارندگی داریم و توان آسیب رساندن به هر گونه اقدام علیه کشور داریم و این دستاورده. یعنی نادیده گرفتن این به نظرم هر دیپلماتی رو سر میز مذاکره خالی بدون پشت من بدون دارم پشت. آقای قریشی درباره فرضی صحبت میکنم که میگه وقتی رفتی بشینی تو اتاق مذاکره تفنگ تو درار و بذار تو کمد، میدونم اون تفنگ داره من و بپذیر که او تفنگ داره، تو تفنگ نداری، تو دستت خالیه، توی کشور ضعیف هستی
برو بشین اونجا ببین چی میگه، تهش اینه که یه دونه اگر خواست، حالا شما مثلا 75 صدم بهش بده، او دوتا خواست تو یه دونه بده، ولی برو بشین تو در نهایت هر چقدر که زورت زیاد باشه، زورت از او زیادتر که نمیشه که، پس آخر سر تو بازنده ای، پس همین زودتر بباز و کارو خلاص کن. این افکار عمومی ایران رو یه بخشیش رو تسخیر کرده تو صحبت نامزدان، کاملا جلوه داره، فکر کنم خودتون دیدیدش. اینو میخوام برام باز کنید. والا ببینید، اتفاقا به نظرم خیلی سخته که در این شرایط، مثلا ببینید تسلسلی اگر نگاه بکنیم 20 سال گذشته 10 سال گذشته، 2017 پیروزی علیه داعش، عرضم به حضورتون، و 14 آپریل و واکنش ایران و عملیات وعده صادق، خیلی سخته که شما اینو لحاظ نکنید. یعنی این که بریم، شما قدرت، شما قدرت فائقه در منطقه شدید، این رو هم حالا من که طرفدار جمهوری اسلامی نمیگم، میشه جرائد، میشه مقالات معتبر، جرائد معتبر رو بررسی کرد و اینو در آوردش که ایران تبدیل به قدرت فائقه شده. این قدرت شماست، هیچ راهی ندارید جز این که این قدرت رو به عنوان پشتوانه بپذیرید. نپذیرفتنش باعث میشه شما برید و امتیاز بدید و قراردادها و وارد معاملاتی بشید که در نهایت جای فرار برای رقیبتون و برای طرف قراردادتون بذارید. ببینید آقای دلاوری، ما عصر سابقا قرن 17 عصر جزیره ها بود، یعنی جنگ جزایر، جزایر موقعیت های استراتژیکی داشتن. قرن 19 و 20 عصر تنگه ها بود. توی عصر کریدورها که ایران وضعیت ویژه‌ای داره، بدون داشتن پشتوانه سخت، یعنی شما امنیتتون رو قدرت سختتون برآورده میکنه. آقای قریشی، فکر کنم برخورد کردید در شبکه‌های اجتماعی فارسی که مثلا میگه که ژاپنیه رو نگاه کن، ژاپنیه مگه الان قدرت نظامیه؟ حتی آلمانیه مگه قدرت نظامیه؟ هیچی نداره. توی آلمان الان امریکایی ها مثلا F-35 پرواز میدن، و آلمانیه نمیتونه معترض بشه به این که تو چرا داری با F-35 توی حریم هوایی من پرواز میکنی. اما آلمانیه هم ثروتمنده هم قدرتمنده، هم پول داره. ژاپنی هم همینطور. این مدل از تفکر میگه که اینا رو بذار زمین، برو تو بازی و تو بازی پول به دست بیار، ثروت به دست بیار، تکنولوژی به دست بیار، موشک و اینها در نهایت به کار تو نخواهد آمد. آلمان و ژاپن دو مثالی هستند که جزو بلوک غرب حساب شدن بعد از 1945 و شرایط ویژه‌ای دارن. ما خیلی در طول 40 سال گذشته بارها خواستیم که به قول معروف بریم و امتیاز بدیم و ما رو بپذیرن. نمیپذیره غرب، ما رو نمیپذیره. یعنی تا این لحظه شواهد زیادی هم وجود داره. ما در افغانستان سعی کردیم به هر حال کمک بکنیم. حالا درسته امنیت ما با دولت سابق طالبان مقداری مشکل داشت و منافع ملی ما ایجاب میکرد که نباشند، ولی سال 2003 و قرارداد سعدآباد، سال 2015 و برجام، واقعیت اینه که نمونه های زیاد، حالا من حضور ذهن ندارم بیشتر از ایناست، نمونه های زیادی وجود داره که ما خیلی تلاش کردیم و تجربه زیادی داریم برای اینکه تلاش بکنیم برای یک طوری تفاهم، حالا با گیج رضایتمندی قبل هم فراهم بشه. نشد، نخواستن. یعنی ما بعد از 2003، بعد از تقریبا هماهنگی ما و آمریکا در قضیه افغانستان، آقای جورج پسر ما رو محور شرارت خورد و یک زل از سه زل محور شرارت خوند. بعدها هم همینطور آقای ترامپ هم همین کار کرد، یعنی خیلی فرقی نداره. بعد هم که آقای بایدن قول داد که برگرده به برجام به راحتی، یعنی یه سری دستور اجرایی آقای ترامپ بود که میتونست با یک دستور اجرایی دیگر لغوشون بکنه، نکرد این کارا. این حساب به نظرم میاد گل جهان فراهم نیست برای این که موقعیت ما رو بپذیره غرب، حداقل. یعنی ما در یک نزاعی هستیم، وسط یک نزاعی هستیم که شرق و اروپا تکلیفش تقریبا روشن شده است، غرب آسیا، ایران به طور مشخص نیروی فائقه شده توی قدرت سخت، توی بخش سخت ماجرا، و تنگه تایوان و چین هم به نظرم ظرف چند سال، دو سه سال آینده مشخص میشه. توی این وضعیت جهان به شرایط خیلی برای امتیاز دادن و پذیرفتن ما وجود نداره. به نظرم با
باید این رو بپذیریم و از موضع قدرت وارد بشیم. من هرگز مشکلی با مذاکره ندارم، هرگز مشکلی با توافق خوب برای کشور ندارم، ولی مستلزماتش رو باید درک کرد. یعنی این که ما منطقی نیست به هر حال ما به عنوان ایرانی، صرف نظر از این که یه مقداری شخصیت ایرانی هم با شخصیت همسایگانمون متفاوته به خاطر اون تاریخش، پیوستگی و حکمرانیش، یعنی خیلی نمیشه توقع من ایرانی توقع داشت که من ایرانی شبیه به سعودی ها رفتار بکنم، واقع‌بین باشم. آقای قریشی، من خودم وقتی این سوالات رو میخوام بپرسم سختم راستش، یعنی خودم وقتی این سوالات رو میپرسم از ته دل خودم احساس ناراحتی دارم و مثلا یاد اوکراین میفتم، یک متحد کامل غرب که زمانی که لازم داشت که غربی ها پشتش وایستن به راحتی پشتش رو خالی کردن و تنها ماند در یک وضعیت نابهنجار عجیب غریب. یعنی من خودم این صحنه رو این شکلی میبینم که غربی ها وقتی هم شما خلع سلاح بشی شما رو در آغوش نمیگیرن، ولی به هر حال این افکار عمومی که درگیره. لیبی بهترین نمونش. لیبی آقای معمر قذافی تمام تسلیحاتش رو با کانتینر، به قول معروف سوار کانتینر کرد، سوار کشتی کرد، فرستاد برای آمریکا و کمتر از 5 سال اون اتفاق برای لیبی افتاد و وضعیت امروز لیبی مشخص میکنه که قدرت چه نقشی داره توی مذاکرات، توی مناسبات شما با جهان. نادیده گرفتن این واقعا خطر امنیتی برای کشور داره و مخاطرش اینقدر زیاده که حداقل با تجاربی که ما در غرب آسیا داشتیم، کشورهای مثل عراق، مثل سوریه، مثل یمن، به نظرم میاد که هیچ سیاستمداری حساب کتاب که بکنه نباید براش بصرفه که خودش رو خلع سلاح بدونه و این دستاوردهای منطقه‌ای. ببینید آقای دلاوری، بخوایم یا نخوایم به دید آمریکایی‌ها هر خطری علیه ایران منجر میشه به تعطیلی 50% یا به چالش کشیدن 50% اقتصاد دنیا. شما این برگتون رو من نمیدونم با چطوری میخواید معامله بکنید. یعنی به هر حال این باعث برید امتیاز بگیرید. یعنی آمریکا اگر از دنیا امتیاز میگیره بابت اشرافش بر اقیانوس ها و دریاهای جهانه، بابت اون بشردوستیش یا نیست که در غزه میبینیم دوز بشردوستی آمریکا رو. شما هم به هر حال باب المندب، مدیترانه، شرق مدیترانه، خلیج فارس و دریای عمان رو شما به هر حال به عنوان ایران، به عنوان یک کشور تاریخی، به عنوان کشور با موقعیت‌های ویژه ژئوپلیتیکی. خیلی مخلصیم و خیلی ممنونم. این تأخیری که اتفاق افتاد به خاطر مسئله فنی بود، ظاهراً تلویبیون بعضی وقتا به خاطر بازدید بالاش دچار مسئله میشه که ما چند دقیقه نبودیم خدمت شما. ما امشب با آقای بهادوری جهرومی، سخنگوی دولت 13 درباره دولت 13 صحبت خواهیم کرد، از ستاد انتخابات، سخنگوی ستاد انتخابات درباره انتخابات فردا با ما صحبت خواهند کرد. منتها این میانه یک بحث جذابی وجود داره و درباره انتخابات از نگاه یک داستان نویس. واقعیت اینه که حمیدرضا منایی عزیز، دوست خوب من، نویسنده قهار رمان، یه بار ما تلفنی با هم صحبت می‌کردیم، به من گفت که خود کمپین‌های انتخاباتی، خود انتخابات رو از نگاه داستان میشه بهش نگاه کرد. برای خود من جالب بود که چطور میشه و چه وجه داستانی داره انتخابات. گفتم حمیدرضا عزیز رو دعوت کنیم با هم گپ بزنیم. آقا بفرمایید. مخلصم مهانه جون، باعث افتخاره. خدمت درس کنم که یک چیزی هست در دنیای معاصر که برای ارائه هر همین جان ظاهرن صدای شما یه مشکلی داره، من یکم ادامه بدم تا میکروفون حمید مشکلش حل بشه. آقای حمیدرضا منایی یک رمان فوق‌العاده خواندنی داره به نام برج سکوت که نشر نیستان منتشرش کرده. یک رمان طولانیه اما بسیار بسیار جذابه. من خودم زمانی که رمان رو خوندم تقریبا به سختی میتونستم کار رو زمین بگذارم. یک درام تلخ اجتماعی، تلخ و شیرین اجتماعی و فوق‌العاده اثرگذار به اندازه‌ای که لازمه این رمان هنوز دیده نشده برای کسانی که تمایل دارن و اگر تا به حال ندیدید این رمان رو و نخوندید حتما پیشنهاد میکنم. نسخه صوتیش هم هست، نسخه دیجیتالش هم هست، میتونید تهیه کنید و بخونید.
برای خود من که خیلی جالب بود، جزو معدود کارهای اجتماعی در حوزه موضوع اعتیاد، ولی اصلا با اون کلیشه های ذهنی موضوع اعتیاد همخوانی نداره. یعنی شما با یک روایت فوق العاده جدید و تازه مواجه میشید، جذاب. و یه بخشی رو ببینیم، ظاهرا این صدای سر مشکل داره تا برگرد. خیلی مختصیم، انشالله که مشکل حل شده باشه. جناب منایی عزیز، از اینجا شروع بکنیم که توی دنیای جدید حتی برای فروش یک محصول کوچیک، هر چقدر اون تیم تبلیغاتی، تیم طراح بتونه، سعی میکنه براش داستان بسازه. داستان اینقدر مهمه که مردم بعد از برطرف شدن اون نیازهای اولیه‌شون، بیشترین چیزی که بهش رغبت دارن خواندن، و در خواندن حالا نگم، در معرض داستان قرار گرفتن. هر چیز میتونه داستان خودش رو داشته باشه. داستان یک مفهوم در محدوده ادبیات نیست. یک کار تبلیغاتی داستان خودش رو داره و اینجا موضوع ما انتخابات، یا هر انتخابات پیش رو، یا هر انتخاباتی از این قاعده خالی نیست. یک، برای اینکه بتونم این پول رو ایجاد کنم بین داستان نویسی و امر سیاست، یک سوال رو که مشترکاً میشه در حوزه داستان نویسی و سیاست مطرح کرد با هم بخونیم. چرا و چگونه یک شخصیت باورپذیر میشه؟ این شخصیت من میتونه تو یک رمان باشه، تو یک داستان کوتاه باشه، یا نامزدی باشه برای امر ریاست جمهوری، و مخاطب با او به همزادپنداری میرسد. اولین سه تا عنوان رو به طور کلی مطرح میکنم. یعنی شما وقتی میخواید یه شخصیت رو در داستانتون باورپذیر کنید، آره، این مشخصه ها رو دارد. چیه؟ آره. ببین، اولین، پیش از اینکه جوابتون مشخص بدم، اولین حرف اینه که این نوع نگاه نه عقیدتیه، نه سیاسیه، نه حق طلبانه است. یه برخوردی دارن پست مدرن ها با روایت، میگن که حق و حقانیتی به اون معنا در جهان از پیش تعیین شده نیست. آن کس که روایت قدرتمندتری خلق میکنه، او صاحب حق و حقیقت. پس ما اینجا صرفا با یه کار فرمی و تکنیکی طرف هستیم که لزوماً ربطی به محتوا نداره. این یه علمه در سرتا سر جهان. یک شرکت تبلیغاتی کوچیک یا یک کمپینی که برای یک نامزد ریاست جمهوری تأسیس میشه، از این علم و دانش میتونه استفاده کنه. همین امشب من داشتم میومدم یک خبری رو راجع به اولین مناظره ریاست جمهوری توی آمریکا گوش میکردم، که برای اینکه کسی که توی کادر دوربین سمت راست بیسته، سمت راست نشان خیره، سمت راست آدم ها انگار که با چیز مثبتی روبرو هستن، قرعه کشی میکنن برای اینکه کی چپ بیسته و کی راست بیسته. تا این حد نگاه کاونده و دقیقه تو قاب من راستم یا و مبتنی من راستم، معلومه. آره، خیر مال منه. نه دیگه، خیر. الان تو راستی دیگه. آره دیگه. میرسه آره. حالا یه جاش داری خیلی خوشگل میشه. اب نداره. من حالا میگم چرا چپ بودن خوبه اتفاقا. پس بحثمون فرمی هست و شناختیه و هیچ ربطی به محتوا نداره. هیچ آدمی از تو این بحث محکوم نمیشه و هیچ آدمی صاحب حق نخواهد بود. اما قدرتمند یعنی چی؟ قدرتمند، من داستانی رو خلق میکنم که قدرتمنده. این قدرتمندی به یک معناست که مخاطب با اثر من ارتباط بگیره و اون رو باورش بکنه. همین دوتا الگو رو، همین دوتا آیتم رو ما تو بحث نامزدهای ریاست جمهوری یا هر جایی که آدمی نیاز به دیده شدن و ارتباط گرفتن از سمت مخاطب داره میتونیم پیدا بکنیم. اما چگونه باورپذیری ایجاد کنیم؟ ما توی داستان نویسی ملاک ها و متد های مختلفی داریم. سه تا خیلی تاثیرگذارش رو من به ترتیب یه کوچولو هم راجع بهش میگم و رد بشیم بریم. به عنوان مقدم، بحث اولم بحث رابطه علی و معلولیه. به عنوان مقدمه، ما فلسفه خونده های مثالی داریم، میگیم که تا یک سیستم به تناقض نرسه
سرپاست و اون پارادایم رو میتونه به وجود بیاره. به محض اینکه در یک تفکری تناقضی دیده بشه، این پارادایم یا تغییر میکنه، از درون فرو میپاشه، یا تبدیل به پارادایم دیگری در درون خودش خواهد شد. اولین مورد برای اینکه ما به این تناقضه نرسیم، اسم این نامزد ریاست جمهوری شما بذارید متن، به مثابه یک متن با نامزد ریاست جمهوری برخورد کنیم. برای اینکه یک متن به تناقض نرسه، نیاز داره حرکت‌هایی که در طول زمان کرده همدیگر رو تولید کنند و پشتیبانی کنند. من اگر 2 سال پیش یک گونه حرف زدم، حالا به انتخابات میرسم گونه دیگری حرف بزنم، این یعنی نقض رابطه علی و معلولی، یعنی که آدم ها منو باورم نمی کنند. این مثال رو خیلی ما توی داستان نویسی استفاده میکنیم. تصور کن من میخوام برم بندرعباس، از تهران سوار میشم برم بندرعباس، قصد و نیت من بندرعباس رسیدنه، اما تو ورودی شهر بندرعباس پلک میزنم و مثلا در رامسر از جاده وارد میشم. آره، این چقدر ناباوری ایجاد میکنه برای مخاطب. در ظاهر یه اتفاق ساده است، اما من مخاطب در نسبت هر متنی که قرار میگیرم، روندی که شخصیت اون متن طی کرده از ابتدا تا میانه، از میانه تا انتها، اولین چیزیه که من میگم. همونطوری که آدمه در داستان نمیتونه خودشو نقض کنه، نامزد انتخاباتی هم نباید خودشو نقض کنه. آره. اینطور نباشه که یه جوری حرف بزنه، یه جوری مواجه بشه انگار مثلا از آسمون الان افتاد. دقیقاً سابقش پیش چشم ما هست. دقیقاً ببین خب. الان مشکلی که برای اینکه من نگران وقتم میذاره با سرعت بیشتر. آره، من سعی میکنم با سرعت بیشتر برم. ببین بدون اینکه اسم بخوام بیارم، اسم نمیارم به این دلیل که ما هنوز نداریم واقعا ظرفیتش. یعنی اگر اسم کسی رو بیاری بگی که این مشکل در کمپین این آدم وجود داره، این برداشت میشه که خب علیه ما داره لابد میخوای براش. آره بله. بدون اینکه اس بیارم، نگاه کنید ببین الان توی انتخابات پیش رو نامزد میاد حرفی رو میزنه که به ساعت نرسیده، موارد نقضی که تا یک ماه پیش گفته توی فضای مجازی پخش میشه. این نه تنها حرفی که داره میزنه کمک نمیکنه به شناختش، بلکه برعکس بر ضدش به عنوان یک تبلیغ رفتار میشه. نکته دوم، من سریعتر میخوام بگذرم که وقت رو مدیریت کنیم. نکته دوم بحث زبانه. ما یه مقدمه از داستان نویسی ایران شروع کنم. از بعد از انقلاب به دلایل مختلف، که اون دلایل رو حالا کاری ندارم، ما با داستانهایی روبرو شدیم که مخاطب برای اینکه داستان رو بفهمه نیازمند این بود که از زبان رازگشایی بکنه. زبان به مثابه یک معما بود. زبان در حالی که تنها عامل و مدیوم فهم ما انسان هاست، اگر در داستان من هر کار درستی بکنم، زبان انتقال دهندم، زبان بیانم دوچار هر گونه اعوجاجی باشه، مخاطب نخواهد فهمید متن رو. توی نامزدهای ریاست جمهوری آنچنان که من امسال دیدم، ما به طور جدی این مشکل رو داریم. یعنی بعضی ها صحبت میکنن تا اصلا متوجه نمیشی چی داره میگه. مخاطب اون کلماتی که گفته میشه برای پرزنت کردن خود در یک برنامه تلویزیونی، آیا جمع دوستانه؟ خب اگر جمع دوستانه که احتیاج برنامه تلویزیونی نداره. اون مخاطب یک مخاطب 85 میلیونیه که این زبانی که داره به کار گرفته میشه برای اینکه من خودم رو توضیح بدم، آنچه که هستم رو توضیح بدم، این مخاطب رو دوچار اعوجاج میکنه. بعضی وقتا من به مصاحبه شونده ها میگم که پیچیده صحبت نکنید، میگن که اگر ما پیچیده صحبت نکنیم به قدر کافی آدم با سوادی به نظر نمیاییم. متاسفانه این توی ادبیات هم هست، یعنی برای جامعه متاسفانه اینطور جا افتاده که من حرفای عجیب غریب هم حرفای مهمی هستند. آره، یک نکته خیلی خیلی در بحث زبان خیلی نظر منو جلب کرد، اون متن‌هایی بود که تو فرصت‌های حداقلی نامزدها می‌خوندن.
شگفت‌انگیز بود از سادگی، از کودکانه بودن نگاهی که اون متن رو داشته. من واقعا سوال بود برام این کسی که این متن رو نوشته آیا چه نسبتی با نوشتن متن با فهم ادبیات داره؟ مگر شما خودت طرفدار سادگویی نیستی؟ نه، اصلا مسئله سادگویی نیست. ببین، آنچه که این متن ها ما میدیدیم به لحاظ نگاه خیلی ابتدایی، من اینجا یادداشت کردم، به لحاظ محتوا، آره، ابتدایی، شعار زده، پر از احساسات سانتیمانتال، مثلا انگار که دفتر خاطرات یک نوجوان دبیرستانی رو باز کنی و اونجا داری اون شوریدگی و اون برون ریختن احساسات رو داری میخونی، خیلی گرم و ملتهب. این که چی درسته یه حرفه، اما یه فکت خیلی خیلی مهم، چند خط نظر توماس مان رو بخونیم راجع به یک متنی که توانایی داره مخاطب رو اقنا بکنه. آنچه شما میگویید هرگز نباید اصل کار باشد، بلکه باید ماده بی اهمیتی باشد که شما بی هیجان و با تسلط، چنان که گویی بازیچه‌ای در دستتان است، از آن استفاده کنید. اگر قلبتان برای موضوعتان با هیجان در تپش است، می توانید مطمئن باشید که با شکست کامل روبرو خواهید شد. سانتیمانتالیست، ورود احساسات تو متن. من نسبت به مطلبی که دارم می نویسم، متنی که دارم اجرا می کنم، خیلی احساسات زدم، حتما شکست میخوره، حتما اقناع کننده نخواهد. سخنرانی های معروف جهان، مثلا صد سخنرانی معروف جهان که I have a dream مثلا یکیش بود، یک سخنرانی فوق العاده پرشور و پر از احساسات بود، کاملا اون موردی که داریم مثال میزنیم، یک ساختار دراماتیک داره اون. آره. بله بله، اون یعنی درست. اگر میخوای احساساتت هم به کار ببری، این احساسات رو باید بلد باشی چطوری حتما اینجا میگه در ادامه بکاری. اگر قلبتان با هیجان در تپش است، برای موضوعتان رقت انگیز خواهید بود، احساساتی خواهید بود و اثری مبتذل به وجود خواهید آورد که نتیجه آن بی اعتنایی مردم و سرخوردگی خود شماست. این حداقل آنچه که توماس مان داره میگه، 500 سال ادبیات داستانی از بعد از رنسانس داره این حرف رو پشتیبانی میکنه. خلاصش میشه چی؟ من نباید احساسات داشته باشم؟ نه، احساساتم تو دست خودم نه باشه. نه نه نه، اصلا هیچ کدوم. ما میتونیم توی یک متن از احساسات استفاده کنیم، ولی برآیند کلی یک متن نباید صرفا احساسی باشه. من جا به جا در یک ریتم مشخص با شناختن عناصری که مخاطب نیاز داره، این یک علمه، یعنی به هیچ عنوان کار غریزی نیست. شاید من ساده کنم حرف شما رو، مثلا طرف میاد میگه که ای مردم بیاید به سازندگی توجه کنیم، بیاید کشور رو بسازیم، بیاید، ولی توش خالیه، یعنی این احساسه ترکیب با یه سری مفاهیم متقن نشده، مثلا ترکیب میشه به جاش با مفاهیمی که ملت، مثلا من مثالی میزنم که کسی استفاده نکرده، ملت من نوکر شما، من غلام شما، من بمیرم برای شما. خیلی خوب که میدونی مثلا این جوابگو نیست، میدونی؟ یعنی هی نوکرم غلامم نکن، بلکه اگرم میخوای اینو آره. بگی به نحوی بگو شایسته به اندازه پرستیژ یک آدمی که قرار رئیس جمهور یک کشور 85 میلیونی مهم به اسم ایران باشه. همین جان، 4 دقیقه. خیلی خوب، من برم روی آخرین مطلبم که از قضا مهمترینم هست. ما یک سندرومی داریم توی سینما ایران، تو داستان نویسی ایران، توی سیاست ایران، به اسم سندروم مرد نورانی. آدمی که میخواد از همه عیب‌ها، از همه شکست‌ها بری باشه و از خودش یک نسخه تمام و کمال، مرد خانواده، شغل‌های خوب، هر کاری رو در نهایت موفقیت انجام داده و هیچ خطایی، کوچکترین خطایی در وجودش راه نداره. یه مثال بزنم، این خیلی خوب روشن میکنه آنچه که به دنبال فهمش هستیم. توی همه جای دنیا سیستم های امنیتی و اطلاعاتی میان برای تبلیغات خودشون فیلم و سریال میسازن. یکی از این مهمترین فیلم ها مجموعه جیمز بانده. توی جیمز باند شخصیتی که ما میبینیم، یک که داره دولت انگلیس رو، بریتانیا رو نمایندگی میکنه، به هیچ عنوان شخصیت تمام و کمال نورانی نیست، بلکه دوچار خطاهای متعدد میشه. بیارید همینو توی
سینمای جنگ یا آنچه که مثلا در سالهای اخیر سیستم امنیتی برای پرزنت کردن خودش میسازه، یک مأمور دارم، نور خالص، کار درست، نماز شب خون، همه چیش برا، هیچ خطایی نداره. یک سوال خیلی مهم، مخاطب کدوم یکی از این دوتا رو باور میکنه؟ شک خودش رو نگاه میکنه، میبینه من به عنوان یک انسان دوچار تیرگی هایی هستم و این تیرگی ها قسمتی از وجود منه. حالا من در داستان، در متن سیاسیم اسمش باشه نامزد انتخابات، مدلی رو دارم عرضه میکنم که تماما میخواد نور مطلق باشه، تماما میخواد خیر مطلق باشه. هیچ جا نمیگه که من در فلان مورد اشتباه کردم. نه سیاهی، حتی طیف خاکستری هم در وجود این فقط خوب کار کردم، فقط خوب کار کرد، میخوام خوب کار کنم. بزرگترین جایی که نامزدهای ریاست جمهوری ازش آسیب میخورن این نکته خیلی قابل باز شدنه. بزرگترین جایی که ازش آسیب میخورن، شخصیتی از خودشون میسازن که به واسطه اون شخصیت یک شخصیتی که تماما خیره، دوچار هیچ اشتباهی نمیشه. کی هست که در دنیا یک نفر 8.5 میلیارد باور کنه کسی هست که دوچار خطا نشه؟ آسیبی که دارن میخورن. یادم تلفنی به من گفتی که ما تو داستان اگر شخصیت بخواد این شکلی بشه، یعنی همش خیر و همش خوبی بشه، داستان یک سر از بین میره. عمدی یه سری مشخصه های غیر مثبت توی روش میگذاریم. آره، اگر بخوایم بیاریمش کاملا در قالب اتفاقاتی که برای یک نامزد ریاست جمهوری میفته، اون تیمی که اون پشت هستن باید طراحی بکنن. یعنی یه تیمی میخواد که داستان طراحی بکنه برای کسی که میخواد ریاست جمهوری رو، بر مسند ریاست جمهوری بشینه. و یک قسمت مهم از این داستانهایی که طراحی میشه اینه که من شخصیت این رو از اون سندروم مرد نورانی درش بیارم و حتی به طور ساختگی خطاهایی رو بهش بدم که این مقداری از وجودش خاکستری بشه. برای مخاطب باورپذیرترین شکلیه که میتونه اتفاق بیفته. یعنی بیاد ابراز مثلا شرمندگی بکنه که من یه جایی این اشتباه رو کردم. چرا شرمندگی؟ چون این که من خطا رو باش معمولا منتظر اولین خطا یا اولین اعتراف به خطا هست که تا تو گفتی من یه خطایی کردم بهت حمله کنن و بگن که آها دیدید ما میگیم این آدم تواناییشو نداره پس همینه. ببین در عصر رسانه خطاها چه بخوایم چه نخوایم فاش خواهند شد. من یه کارتی اونجا دارم، کارت رو میتونم بندازم تو فضای مجازی بر علیه من بازی بشه یا میتونم خودم استفادهش کنم. من به عنوان یک داستان نویس شخصیت داستانم چنین کارتی رو از دست نمیده. من حیف که فرصت نداریم، اگر بیایم راجع به مشخصات راوی اول شخص مفرد، من راوی صحبت بکنیم که شرایط باورپذیریش برای مخاطب به چه صورته. من یه چیزی تو مخاطب شناسی سیاسی احساس کردم که خیلی مخاطب در کشور ما استقلال پرسپولیسیه. یعنی میگه که من مثلا حمیدرضا منایی رو قبول دارم، این آدم خوب است، هر کاری بکنه این آدم خوب است، و مقابلش هر کس که هست آدم بد است. یعنی اصلا خیلی تمایلی به آدم خاکستری نداره، همش دوست داره یه قهرمان داشته باشه، ضد قهرمان. این تصور رو چطوری تحلیل میکنی؟ ما نداشتیم اصلا. ما تو ببین تو چنان دو قطبی زندگی میکنیم که یا آدمه باید در خیر مطلق باشه یا در شر مطلق. ما اصلا این مدل رو تا حالا نیازمودیم. آدمی بیاد شبیه خود مردم با همون مکانیزم خطاکاری و مردم ببینن که اون داره خطا میکنه، ببینن که جایی پاش لغزیده. حتی ببین این رو من به عنوان یک اعتراف نمیگم و اعتراف کار نامزد نیست، من به عنوان فرمی که ما میخواییم شخصیتی رو بر بکشیم. حالا با توجه به این روحیه خیر و شر در ایرانی ها و اینکه ما خیلی یه آدم نورانی دوست داریم و یه آدمی رو حتما باید بد تلقی کنیم، این چجوری میشه نامزد بیاد خودشو خاکستری نشون بده؟ نه. وقتی ما دوست داریم یه قهرمان، یه سوپر قهرمان بیاد و ما رو نجات بده، خب اونم میگه من سوپر قهرمانم دیگه. نه، یه مثال بزنم برات، شاید اینجا جوابتو بگیری. الان کتابهایی که با این مختصات میاد بیرون که یک
آدمی هست تماما خوبه، کارش درسته، هیچ خطایی نمیکنه، اصلا خواننده نداره، خوانده‌هاش خیلی خصوصی هست، خیلی مجلسی هست، مربوط به یه طیف میشن. آن چیزی که مخاطب امروز باور میکنه اینه که من یک آدمی هستم که پا میلغزه و قهرمان من کسیه با مختصات زندگی خودم. خیلی خوب ارجاعت میدم به مثال فیلم جیمزون. اون نمیاد یک نظام اطلاعاتی امنیتی رو یه آدمی رو بسازه نمایندگیش کنه که دچار خطا بشه. در تاریخ داستان نویسی فهمیده هر چقدر بیاد اینو یه پاش رو تو این تاریکی نگه داره، این شخصیت باورپذیرتر خواهد بود. ممنونم حمید رضا منایی عزیز بابت توضیحاتت. با خداحافظی میکنم و یه بخشی ببینیم که تبادل رو ادامه بدیم. خیلی مخلصیم و خیلی ممنونم. برنامه تبادل رو تماشا میکنید. آقای بهادری جهرومی، سخنگوی دولت 13 خیلی خوش آمدید قربان. سلامت باشید. من از سلام دارم خدمت شما بینندگان محترم، عرض تسلیت دارم 40 شهدای خدمت رو، خدمت همه عزیزان. تشکرم بکنم از همه هممیهنان عزیزمون و همکارانمون تو حوزه‌های رسانه در نقاط مختلف که واقعا تو این ایام سنگ تمام گذاشتن برای شهدای خدمت خودش. درود بر شما. در خدمت و شما یه خداحافظی با سخنگویی کردید، درسته یا نه؟ ما این چهارشنبه که اومدیم در حیات دولت، خب چهارشنبه ها روال این هست که بعد از جلسه در حیات خبرنگاران میان سوال پرسن. خبرنگارا گفتن که آخرین جلسه شاید دولت 13 باشه و دلمون تنگ میشه. گفتم ما هم دلمون تنگ میشه برای شما. گفتن که توضیح سخنگوی ادامه میده. گفتم نه، من طبیعتاً علاقه اینه که برگردم دانشگاه. پس این اشتباه برداشت شد. نه همین عنوان سخنگوی رو بالاخره دولت 13 که تمام بشه ما دیگه دولت که تمام بشه دیگه ما سخنگو نیستیم دیگه. دولت بعد باید بیاد سخنگوی خودش رو انتخاب. وقتی انتخابات میشه چند وقت بعد دولت بعد میاد؟ ببین دولت بعد که بلا فاصله میاد، یعنی دولت استمرار کار میده تا دولت استمرار پیدا میکنه، چون ما توقفی که در امور اجرایی نداریم تا زمانی که مراسم تحلیف برگزار بشه. معمولا چقدر قانون معمولا داره؟ معمولا زمان کوتاهیه. باید خب اون اعتبارنامه رو شورای نگهبان صادر کنه، نتایج انتخابات تایید بشه. مهلت قانونیش فکر میکنم 5 هست. حالا در اون بازه مهلت قانونی شورای نگهبان تایید که بکنه اعتبارنامه که صادر بشه، مراسم تحلیف برگزار میشه. تا قبل از اون طبیعتا سرپرست ریاست جمهوری دولت رو اداره میکنه، بعد از اون رئیس جمهور جدید. حالا من سخنگویی رو عرض کردم، ارکان دولت که جابجا نمیشن، طبیعتاً باید مستاق به مستاق شخص جدید بیاد منصوب بکنه یکی یکی، حالا جابجا بکنه یا اگر میخواد کسی رو. یعنی وزرا سر جا هستند؟ وزرا که باید اصلا معرفی بشن به مجلس، تا زمانی که وزرای جدید معرفی نشدن وزرای قبلی هستن. عرض کردم مگر اینکه کسی یه وقتی جابجا بشه، یعنی برکنار بشه، سرپرست گذاشته بشه که حالا متعارف معمولا نیست. بدنه دولت ادامه میده و کم کم شروع میکنه به تغییر، به تغییر و تحول. حالا البته وزرا، همه وزرا یک جا معرفی میشن به مجلس بعد از رأی اعتماد که اونها به صورت یک جا جابجا میشن. ما میخوایم عملکرد دولت 13 رو یه مرور کنیم با هم دیگه و میخواید مثلا چند تا عدد رو بگیم با هم و با عدد پیش بریم، اینجوری موافقید یا میتونید مقدمه ایشون؟ هر جوری شما دوست داری. ما شما اتفاقا سلیقه مردم رو بهتر بلدی. شما سلام. با سلیقه شما ما را میاییم. درود بر شما. ما یه سری عددهای اصلی داریم که زندگیمون رو خیلی تحت تاثیر قرار داده. یعنی یکی عدد تورمه، یکی قدرت خریده، یکی مسکنه، میانگین توان ما برای خرید مسکن یا اجارشه، یکی وضعیت خودروه. این 4 برای خودت نوشتی حالا من تو ذهنم نوشتم. میدونم آره. میگم الان برای خودت نوشتی، من تو ذهنم مونده حالا من اینا رو مرور میکنم هر چی که تو ذهن منم باشه طبیعتاً. آره، تورم چقدر تحویل گرفتید و چقدر الان؟ شهریور 1400 که این دولت اومد روی کار، من دو تا آمار نرخ تورم میگم. یکی تورم مصرف کننده است، یعنی من و شما میریم بازار یه جنسی میخریم، چقدر نسبت به پارسال گرونتر شده. 59.3% بود تورم بانک مرکزی. بله. یعنی حدوداً 60%. الان 31%. یعنی درسته. تقریبا نصف شد از 60 تقریبا به 30 کاهش بده کرد. یکی تورم تولید کننده است. تورمی که من تولید کننده میخوام این لیوان رو تولید کنم، پارسال چند پای خودم میافتاد، سال بعد چند میفته، که تورم تولید کننده چند ماه بعد به مصرف کننده منتقل میشه. یعنی چی تورم تولید کننده؟ پیشنگره، نشون میده ما به سمت افزایش تورم میریم یا کاهش.
تورم تولید کننده من آماری که تو ذهنم مونده اردیبهشت 1400 هست، یعنی دو سه ماه قبل از شروع دولت 103% بوده های دلاوری، یه نرخ واقعا رکوردی در تورم بوده شروع دولت. میدونید فضای شروع دولت در حوزه‌های مختلف سلامت و حالا همه رو خواستید هرچی تو ذهنم باشه میگم واقعا بحرانی بوده. الان اون نرخ 23%. یعنی چی؟ یعنی ما 60% بودیم که رو به بالا داشت تورم میرفت، میرفت به سمت 103%، میرفت به سمت سه رقمی شدن. الان 30% هستیم که رو به پایین داره میره، میره به سمت اون 23%. چه چیزهایی باعث تورم میشند؟ عوامل متعددی داره. ما میدونید تورممون مقطعی نیست که یه بازه تورم بیاد بگیم پس یک سیاست خاص اقتصادی یا یه حادثه خاص خارجی. تورم ما مزمنه، طولانی مدته، مثل اون تبه نیست که یه لحظه تب کنی سردرد بگیری، نه طولانی مدته. لذا عوامل ساختاریه، هم داخلی هم خارجی. خارجی که خب از این عاملش تحریمه که اجازه نمیده تبادلات مالی یا حوزه تجارت خارجی خوب روون حرکت بکنه. در حوزه داخلی هم مهمترین چیزش که حالا من بهش اشاره بکنم کسری بودجه دولته، یعنی دولت هزینه هاش بالاست، چه هزینه هایی که برای حقوق کارکنان و اینا میده، چه بخش های یارانه ای، یعنی عموم هزینه که میگم نه فقط چیزی که تو جیب خودش میره، هزینه های عمومی که دولت میکنه بالاست، درآمدش به اندازه هزینه هاش نیست. دولتی که درآمدش به اندازه هزینه هاش نباشه دست میکنه تو جیب مردم پول برمیداره، هزینه هاش انجام میده، ساده سازیش اگر بکنیم به این میگیم خلق پول، که این خلق پول میشه تورم، میشه خوب. گران شدن کالاها. من دارم ساده سازی میکنم طبیعتا مفاهیم رو. خب کسری بودجه‌ای که ما داشتیم دو تا عامل اساسی داشت، یکی درآمدهای خارجیمون خوب نبود، یکی درآمدهای داخلیمون خوب نبود. درآمدهای داخلی اصلیش چیه؟ مالیات و گمرک. مالیات فرار مالیاتی زیاد داشتیم. ما الحمدلله 18,000 درگاه بانکی رو ساماندهی کردیم در طول این دولت. نتیجه عذرخواهی می‌کنم 18 میلیون درگاه بانکی رو ساماندهی کردیم در طول این دولت. نتیجه چی شد؟ جلوی فرار مالیاتی در اون جاهایی که مولد نبود گرفته شد. اینایی هستن که کارهای دلالی و واسطه‌گری می‌کنن و مالیات نمی‌پردازن، بیچاره اون تولید کننده نمی‌پردازه. ما اومدیم گفتیم تولید کننده به جای 25% 18% مالیات بده. مالیات چقدر کم شد؟ چقدر مالیات می‌گرفتن؟ شما چقدر 400 سر؟ من الان عددو تو ذهنم ندارم راستشو بخواید. خب چیزایی که تو ذهنم هست رو به شما میگم. 40% بودجه رو بودجه عمومی یعنی هزینه ها رو مالیات تامین میکرد، الان چیزی قریب 56% شو تامین میکنه. من باز تاکید میکنم چون نمیدونم عدد میپرسیم دارن از ذهنم میگم، یه اندکی شاید بالا پایین بشه ولی همین حدود هست. همینه. چند برابر شده؟ حالا من دقیق چون تو ذهنم نیست نمیتونم بگم چند برابر. خب این درصدش رو... مهمه، چون باید مالیات یه بخشش با تورم میره بالا. درست. ما مالیات رو دوتا کار کردیم، یکی اینکه اومدیم مالیات تولید کننده رو کاهش دادیم، گفتیم نمیخواد تولید کننده تو 25% مالیات بده 18% بده، و یه رفتیم جلو فرار مالیاتی گرفتیم، جلو دانه درشتره گرفتیم. با این کار تمرکز روی اون 1% بالاتر دانش درشتا فرارهای مالیاتی، حجم درآمد مالیاتی دولت به شدت افزایش پیدا کرد. من تو ذهنم اینه که سالی حدود 60%. گمرک هم همچنین، درآمدهای گمرکی ما تو این 3 سال حدوداً 4 برابر شد، یعنی از شروع تا انتها حدوداً 4 برابر شد. باعث شد ما درآمد داخل تعرفه گمرکی رو بالا بردید؟ نه، تعرفه گمرکی رو اتفاقاً ما یه مرتبه هم کاهش دادیم. چه اتفاقی افتاد؟ ما یکی مبنای محاسبه ارز بود که ارز ترجیحی داده میشد. ارز ترجیحی فقط به واردات داده نمیشد، تعرفه هم مبتنی بر ترجیح گرفت، ارز ترجیحی گرفته میشد. یعنی اگر یک کسی میخواست یه خودروی یه جنسی وارد کنه، باش حساب میکردیم این مثلا ماشینت اگه 1 میلیارد دلار، 1 میلیون دلار، ببخشید مثلا 1 میلیون دلار، 1000 دلار، 1000 دلار ضرب در 4200 میکردیم، مفت در میومد دیگه، تعرفه کمی میپرداخت. گفتیم عدد واقعی شد. علاوه بر اون فرارهای گمرکی هم دوباره جلوش گرفته شد دیگه، فرارهایی که واردات میشد و عوارض نمی پرداختن یا استثناهای خیلی زیادی که وجود داشتن. بعدی هم که نفتی که اساسا این در حوزه داخلی احسن. در حوزه خارجی فروش نفت ما و فروش فرآوردهای نفتی، اونا که مال دولته، چون یه بخشی از تجارت خارجی ما مال دولت نیست، ارزیه که متعلق به دولت نیست. خواستید در مورد اونم میتونیم صحبت کنیم، اونم عدد خیلی خوبیه، خواستید اونم نمودش صحبت. درآمدهای نفتی ما خب چون تحریمیه ما نمی‌دونیم اطلاع داریم. من اینو استناد میدم به جلسه یه حدوداً 2 ماه پیش سنای ایالات متحده. اونجا وزیر امور خارجه‌شون رو زیر سوال بردن، گفتن قبل از این دولت 300,000 بشکه میفروخت، بعد از این دولت شد 2 میلیون بشکه، چرا این اتفاق افتاد؟ که زیر سوال بردن وزیر امور خارجه‌شون. من آمار اونا رو میگم. درآمدهای نفتی ما الحمدلله با روش‌های خنثی‌سازی تحریم‌ها
به شدت افزایش بکرد. یه چیزی هم اینجا پرانتز باز کنم، گفتن آقا نمیدونم یکی دیگه شل کرد، میگه طرف گل زد، میگه دروازه‌بان خوب گل نگرفت. نه ببینید، دولت مصمم بود که کارش رو متوقف یک جا نگه نداره، کارش رو پیش ببره. اعتراف وزیر امور خارجه آمریکا است. بعد همین رئیس جمهور بوده در دوره قبلم، یعنی رئیس جمهور موجود ایالات متحده حدود یک سال 9 ماه 10 ماه از دولت قبل با همین رئیس جمهور کار کرده. استدلال دوستان این بود که آقا این موازنه نزدیک شدن روسیه به امریکا و یعنی مثلث امریکا، روسیه و چین، تصمیم اینها بود که بایدن در نهایت نتیجه گرفت که آقا باید نفت و فعلا بیشتر بخره. من دو تا پاسخ به این استدلال میدم. یک، اصلا فرض کنیم استدلال شما درسته. هنرمند اون دولتیه که از هندسه های قدرت و تعاملات جهانی رو بهره برداری کنه. ما قطر اومد سمت ما در اختلافش با عربستان، بلد نبودیم بهره برداری کنیم، بازار قطر رو بگیریم. ترکیه در یه بازه ای ما بلد نبودیم استفاده کنیم. سوریه کلی هزینه کرده بودیم اونجا، بلد نبودیم بهره برداری اقتصادی بکنیم. یعنی ما در برهه‌های بلد نبودیم بهره برداری اقتصادی بکنیم. فرض کنیم که من قبول ندارم اون ادعا درست باشه، باز این دولت بلد بوده از این موقعیت جهانی استفاده کنه، زبان دنیا بلد بوده. این فرضم ما قبول نداریم. این فرضم برای شما عرض بکنم، ببینید دولت ایالات متحده خودش داره میگه من تمام قد دارم تلاش میکنم که جلوی اینا رو بگیرم. ببینید داره رو به اضمحلال میره هندسه قدرتش. حتما دست و پا میزنه. جلیلی مدعی شد که مشورت های ایشون خیلی موثر بود برای اینکه شما بتونید نفت رو، حالا بالاخره وقتی که دولت میخواد یه کاری انجام بده، دولت آیت الله رئیسی منشش این بود از هر کسی مشورت میگرفت برای اینکه کارو بتونه پیش ببره. اینجوری نبود بگه حزب من، جناح من، اتوبوسی بیاره، اتوبوسی ببره، از این کارهای بکنه که خیلی وقتا میکردن و میکنن. من روشن دارم عرض میکنم. ببین ما بعضی از اوقات همین الان داریم دولت هایی که دولت گذشته بودن اتوبوسی دقیقاً روز اول جابجا کردن، بعدم با دیگران وقتی مشورتی میدادن تمسخرشون میکردن، توهینشون میکردن. درسته؟ دولت آیت الله رئیسی اینجوری نبود. با خیلی از کسانی که حتی از دولت قبل هم بود همکاری میکرد، با خیلی از کسانی هم که خارج از دولت بود همکاری میکرد، مشاوره های همه رو میشنید، استفاده میکرد. مشاوره شنیدن هم بالاخره شما میشنوی، ممکنه استفاده کنی، ممکنه استفاده نکنی. میشه توضیح داد که اون مکانیزم فروش نفت چی بود که ناگهانی اینقدر عوض شد؟ ببینید عرض کردم وقتی تحریمیم داریم میجنگیم اونجا و نفت میفروشیم، نمیشه عمومی توضیح داد. من فقط اشاره کلی به شما میکنم. وقتی شما فقط متوقف یه درگاه میمونی که من از این درگاه فقط حرکت بکنم، مثلا SPV رو این استکس رو طراحی کرده بودن دیگه، نفت در برابر غذا، خب در همون دوره دولت همین آقای بایدن این ابزار این استکس هم بوده، یک دلار نتونستن این کارو بکنن، نفت بدن غذا بگیرن یا نفت بدن دارو بگیرن. چرا؟ چون به یک درگاه خاص، به یک نگاه خاص، فقط سه کشور خاص توجه میکردن. در صورتی که اتفاقا بازار نفت جمهوری اسلامی اتفاقا عموما اون سمتا نبوده. نگاه سیاست دولت دو تا کار کرد. یک، سیاست همسایگی رو توسعه داد. ببینید وقتی شما میخوای حرکت کنی تو حوزه تجارت خارجی، از نزدیکتر شروع میکنی. اصلا جنس تو، محصول تو میخوای ببری یا بیاری، بالاخره یه محدوده ایش تو همین دور و بریای خودته. شما از مسیر کشورهای خودت هم میتونی بری بیرون صادرات کنی، هم از مسیر کشورهای همسایه خودت میتونی واردات کنی. از این ظرفیت استفاده نشده بود. هی میرفتیم دوردست رو نگاه میکردیم، از اونم نمیتونستیم استفاده کنیم. از این ظرفیت استفاده شد، هم در حوزه نفت و فراورده کمکمون کرد، هم در حوزه تجارت خارجی خودمون. عرض کردم تجارت خارجی هم اگه بخواید بهش بپردازیم، ما تجارت خارجیمون قبل از این دولت حدود 80 میلیارد دلار بود در سال، در این دولت شد 112 میلیارد دلار، سال 401 سال 402 شد 117 میلیارد دلار. آقای دلاری، هر دو بار رکورد تاریخ کشورمون رو شکوندیم. تاکید میکنم نه رکورد 5 سال و 10 سال و 20 سال و 40 سال اخیرا، رکورد تاریخ کشورمون. عددم به میلیارد دلاره، به تورم و اینا مثلا نگیم که آقا یه عددی گفتیم که به تورم. چرا؟ چون شما مسیرهای خروجی و ورودی در همین 15 کشور همسایه‌ت دیگه، از این ابزار استفاده کردیم، تونستیم تسهیلگری بکنیم، چه به مقصد کشورهای همسایه یا از مبدأ کشور همسایه، چه از طریق اونها به سایر مقصدها. مشخصاً تو کدوم کشورها؟ همه کشورهای همسایه. ما از عموم کشورهای همسایه توسعه و تقویت صادرات واردات داشتیم. ما نه فقط همسایه هم این 15 تا، ما اوراسیا رو لایحه تقویت همکاری های اقتصادی رو هم اخیراً تقدیم مجلس کردیم. وقتی ببینیم ما شانگهای عضو میشیم یا بریکس عضو میشیم، یعنی از ابزارهای مالی اونجا هم میتونیم بهره برداری کنیم، از اثر روانی و سیاسی که اون عضویت نسبت به تجار همه کشورهای عضو اونجا میگذاره میتونیم بهره برداری کنیم، بگیم آقا
این کشورها گفتن تحریم‌های یک جانبه آمریکا براشون مهم نیست، ما رو عضو مجموعهشون میکنن، پس شما میتونید با ما کار بکنید. از همه ابزارها بعد برخی اصلاحات روابط ما و کشورهای همسایه کار دولت نبود، بلکه خارج دولت این کارو کردن، دولت سعی کرد به نام خودش اینها رو ثبت بکنه. من حالا نمیفهمم یعنی چی. مسئول سیاست خارجی کشور رئیس جمهور و وزارت امور خارجه است. شما فرض میفهم مثلا چی میخواستی بگید؟ مثلا رابطه با عربستان رو آقای شمخانی. رئیس شورای امنیت ملی کیه؟ رئیس شورای امنیت ملی رئیس جمهور دیگه، درسته؟ آقای شمخانی چند سال بود که دبیر شورای امنیت ملی بودن؟ حدود 10 سال بودن. چرا قبل از اون اتفاق نیفتاد؟ رئیس شورای عالی امنیت ملی اینها رو هدایت کلام میکنه. ما طبیعتاً در چارچوب قانون اساسی تحت زعامت ولی فقیه، که ولی فقیه اون دوره هم بودن الان هم بودن، در این خصوص ها صحبت نمیکنیم. طبیعتاً میریم ذیل اون میشه قوه مجریه. قوه مجریه با سیاستش میره به سمت یا نمیره به سمت. اصلا اون زمان ببخشید چین رو نگاه میکردن که بخوان از ابزار چین استفاده کنن برای تعامل با عربستان؟ که آخه بعد ادعا بشود یعنی که ما دقیقاً منظورتون چیه؟ ببین رئیس جمهور چین میومد ایران، بعد پشت سرش به جای اینکه پیگیری اجرای قرارداد با چین رو بکنن، بالا میشن میرفتن فرانسه، ای که به ما هواپیما فروختن آقای دلاوری در دوره‌ای که برجام اجرا میشده، نه در دوره‌ای که برجام رو ازش خارج شدن. خب در دوره‌ای که برجام اجرا میشده است 16 تا ATR گرفتن. ATR این ملخی هاست که یکیش توی به کوه دنا برخورد کرد. بله. اونا هواپیما 16 تا ATR گرفتن. فهم کنید چند تاش کار میکنه؟ 3 تاش کار میکنه، 13 تاش کار نمیکنه. در دوره‌ای که برجام کار میکرداد برجام باش مشکل نه، یعنی در دوره اجرای برجام 13 تا رو دست اون مونده. خب طبق قرارداد اولا که مشکل داشته که خراب شده به این زودی. هواپیماهای ما بخش عمده ایش زمین گیره، فقط اینا نوع آقای دلاوری هواپیماهای ما قدیمی بوده. ادعای ما این بود که ما هواپیمای نو خریدیم دیگه. هواپیمای نو که نباید زمین گیر بشه یه سال دو سال سه سال بعد از پروازش، اون داره 20 سال 30 سال میپره 40 سال میپره. هواپیمای نو خریدی میگه از اصلش خرید، عکس یادگاری کلی باش گرفتن، گفتن ما مثلا یه کار خارق العاده ای کردیم. حالا صرف نظر از قیمت خرید و سایر امداد من وارد اونا نمیشم. 16 تا خریدی تو فاصله 2 3 4 ساله، 13 تاش نمیپره. بعد چه قراردادی در دوره اجرای برجام بسته شده که هم نمیتونی بری پیگیری حقوقی بکنی که این چه هواپیمایی بوده که تو 3 سال نمیپره، هم نمیتونی پیگیری حقوقی بکنی خدمات پس از فروش بهت بدن که بپره. یعنی ما پروازهای 40 سالمون رو داریم، هواپیماهای 20 سال 30 سالمون رو داریم، خودمون تعمیرات میکنیم میپره، اینو نمیتونیم. من میخوام بگم تازه در دوره اجرای برجام، نه در دوره ای که از برجام خارج شدن. بریم تو قدرت خرید. من عذر میخوام اینو چون فرمودین من بهش اشاره بکنم. متاسفانه ما با واقعیت های مواجه هستیم که آدم اصلا تعجب میکنه. ببین مشروع مذاکرات دولت هست، وزیر امور خارجه دولت قبل نشسته در جلسه دولت علنی اعلام کرده به رئیس جمهور، گفته آقا چینی ها هم حتی به ما واکسن نمیدهن، ما کلن حدود 5 میلیون دوز تونستیم بیاریم، اونم هدیه بوده و اهدایی بوده و یه میزانی قرارداد بستیم. همون موقع رئیس بانک مرکزی میگه ما نمیتونیم ارزشو بدیم، این میگه ما نمیتونیم بگیریم، اونم میگه اگه بدن ما نمیتونیم ارز بدیم. مال چه وقتیه؟ مال روز آخرین اولین روز جلسه دولتی که آقای رئیسی شدن رئیس جمهور، یعنی اواخر مرداد 1400 و آخرین روزهای وزارت این آقایون که هنوز هیئت وزیران دولت آقای روانینگ. این تیکه که تصاویرش هم منتشر شد، این دیگه تصاویرش هم الان موجود هست در فضای مجازی، شفاف اعلام. بعد نامه آقای ظریف هست، نامش هست، نامه ای که گزارشکار آخرین دقیقاً نوشته در آخرین روز وزارتم این گزارش رو میدهم. خلاصه گزارش اینه که ما نتونستیم واکسن بیاریم. عددها اینجوری که مثلا 5 میلیون دوز آوردیم، 30 میلیون دوز قرارداد بستیم ولی نتونستیم بیاریم. خب بعد خودشون هم حوادث رو میدونن، در جریان بودن که چه فرایندی طی شد که واکسن با دیپلماسی شخصی شخص آیت الله رئیسیش. این از نکات، یعنی ببینید رؤسای جمهور زمین میذارن تبریک بگن، حاج آقای رئیسی تماس تبریک رئیس جمهور چین رو تبدیل کردن به مذاکره برای دریافت واکسن، یه مذاکره دیپلماتیک بسیار کارآمد. یعنی خودشون هم میدونن سوابق رو، یعنی اینکه اون دولت میگه آقا ما کاراشو کرده بودیم وگرنه با این سرعت اصلا امکان نداشت تر چه چند روز وارده. من سوالم اینه چند سال بود واکسن کرونا در کشور بود و چند وقت بود روزی 700 نفر کشته کرونایی داشتیم؟
کاراشو کرده بودن، نگه داشته بودن ما رونمایی کنیم، بعد 700 نفر کشته رو جلوشو بگیریم. اگر این کارو کرده بودن که اون دنیا و این دنیا باید جواب بدن که چرا روزی 700 نفر کشته بشه و خانواده‌ها داغدار بشن. اگر نکردن چرا دروغ میگن که میدونن که این کارو نکرده بودن؟ ببین ما نمیخوایم زیر سوال ببریم اقدامات پیشینیان رو ها، نه، بالاخره همه پیشینیان ما زحماتی کشیدن. فرض بکنید اگه بیمارستانی 20% تکمیل شده، ما 80% تکمیل شما 20% شد تکمیل میکنیم، اون 80% هم براش زحمت که شما نمیخوایم زیر سوال بریم. اما نتوانسته بودن و نه تنها نتوانسته بودن، اعلامشون هست که نمیتوانستن. یعنی در آخرین جلسات دولت همچنان میگفتن نمیشود، اون میگفته من ازشون ندارم بدم، بریم این میگفته نمیفروشم. قدرت این مثالاش خیلی گسترده است، خیلی، حالا فرصت نداریم بریم تو قدرت خرید مسکن و اجاره مسکن. ببینید در خصوص مسکن و اجاره مسکن من به شما دو سه تا آمار بدم، چیزی که تو ذهنم هست طبیعتا میگم. سال 1392 یعنی انتهای دولت دهم، دولت های احمدی نژاد، درست چند تا مسکن در سال در کشور ما ساخته میشده؟ حدود 850,000 مسکن در سال. گزارش های کارشناسی مجلس و دولت میگه ما اجمالاً سالی 1,000,000 مسکن نیاز داریم. ما اون موقع سالی 850,000 تا مسکن میساختیم، درست؟ سال 1400 میانگین چند تا مسکن ساخته میشده؟ 399 یا میانگین دولت قبل به ویژه دولت دومشون حدود 300,000 مسکن. شما فاصله 1,000,000 با 300,000 رو ببین، یعنی 700,000 تا در سال مسکن کمبود داریم. با چه سیاستی؟ با سیاستی که میگفتن ما نیاز به ساخت مسکن نداریم. حالا من ترجمه میکنم، دولت متولی ساخت مسکن نیست. آره، ترجمه میکنم، میگم امروز هم اومدن دوباره دارن تو ستادهای انتخاباتی میخوان دوباره برن سراغ دولت. آقا میخوای برید دیگه چیکار؟ به خدا دیگه مردم نمیتونن بکشن از این اجاره مسکن، تو رو خدا یه ذره رحم کنید به مردم. خب 300 آمارها هست، داد حدوداً 300,000 تا مسکن در سال ساخته می‌شده. ما یه فاصله بسیار بالایی عرضه و تقاضای مسکن خورده. در خودرو هم همین رو برای شما توضیح خواهم داد. این فاصله تقاضا و عرضه میشه تورم، میشه افزایش قیمت مسکن. قیمت مسکن که افزایش پیدا بکنه، قیمت اجاره بهای مسکن هم تابعی از قیمت مسکن افزایش پیدا می‌کنه. دولت چیکار کرد در طول این حدود 3 سال؟ میدونید 3 سال هم نشده، حدود 1000 روز ریاست جمهوری آقای شهید رئیسی، 2,600,000 مسکن صرف تا صد در مسیر ساخت قرار گرفتن. از این 2,600,000 تا بیش از 500,000 تاش تحویل شده فقط پروژه نهضت ملی مسکن. فقط من نماد پروژه نهضت ملی مسکن صحبت میکنم. آمارهاشو آقای دکتر بسپاش دادن، هست در رسانه، حالا من چون تفصیلی در ذهنم نیست نگم، یه وقتی اعداد متفاوت میشه بهتره. من این مدلی به شما اشاره میکنم. نرخ رشد ساخت و ساز مسکن منفی شده بود آقای دلاوری، چون نمیصرفید، مردم نمیتونستن بخرن. الان نرخ رشد ساخت و ساز مسکن ما شد 7% در فصل بهاری، که در همین فصلی که الان درش هستیم، خب یعنی آخرین فصلی که گزارش ارائه شد 7%. نرخ سرمایه گذاری در حوزه مسکن هم منفی شده و فکر می‌کنم شده منفی 6%، الان شده مثبت 7%. من چون باید تمام کنم و چند دقیقه من همه اینها خودش یه گفتگوی جداگانه است. شما گفتی من رفتم تو اینا. آره آره. فهم کردم نماد شهید رئیسی صحبت می‌کنیم، ولی ته ماجرا ما میتونیم اینطور خلاصه کنیم که دولت 12 یک کشور خیلی بد رو به شما تحویل داد و شما یک وضعیت بد رو الان تحویل ما میدید. خیر، چون الان شرایط زندگی ما این شکلیه. ما تو مسکن فرضاً میانگین متر قیمت یک متر مسکن در تهران حدود 80,000,000 تومنه. توی خودرو برای مسکن باید آینده خودرو همه رو خواستید برای شما توضیح میدم، باید آینده رو ببینی به چه سمتی پیش میره. من مثلا عددی که شما عرض کردم، یه بار وضعیت امروز با هم مرور کنیم. یعنی اونی که مثلا داره توی تهران زندگی میکنه حدود 30,000,000 تومان فرزن حقوق خوب اگر میگیره، مواجهه با مسکن میانگین متر 80,000,000 تومان. حالا من یه عددارو نمیدونم، حالا میانگین 80 رو نمیدونم، شما تایید و رد نمیکنم. توی ارزاق قیمتها بسیار بسیار بالا، مداوم نگران اینه که قیمت ارز تنش ها. خب و تفاوتش چیه برای شما؟ دو تا تفاوت مبنا. همین عرض زمینه. ببین من اگر که پایان دولت های روحانی رو بخوام مبنا قرار بدم و بگم که اوضاع الان به اون وخامت نیست، میتونیم دربارش قبول کنیم، ولی اوضاع که امروز داریم با قولی که شما در ابتدای دولت 13 هم دادید یکسانه. یعنی باید شما مورد به مورد مقایسه کنیم، میشه صحبت کرد. کلیت پک زندگی ما، یعنی زندگی ما میشه قدرت خریدمون، مسکنمون، خودرومون و اینکه نگران نباشید. من توضیح میدم برای شما.
ببین حالا کلی اولا به شما میگم فاصله طبقاتی ما کاهش پیدا کرده، آمارهای رسمی اینو میگه، نه فقط داخلی، آمارهای جهانی این رو میگه. عرض بکنم که قدرت خرید نرخ فقر ما 6 میلیون نفر صندوق بین المللی اینو میگه کمتر شدن زیر خط فقر ما. الان چقدر عرض بکنم که من عدد رو نمیدونم، 6 میلیون نفر آمار بانک جهانی رو من توسعه جهانی عرض کردم میگه کمتر شدن. عرض بکنم که نرخ رشد اقتصادی ما که میانگین حدود 0 بود شده مثبت 5%، اونم داره بانک جهانی میگه که این تثبیت شده و با ثبات شده. من در مورد فهم شما بگم، ببین دو تا روی کرد. اولا که وقتی میخوای دولت رو ارزیابی کنی باید بگی در چه شرایطی شروع کردی، در چه شرایطی تحویل دادی. مثلا من یعنی در تبلیغات انتخاباتی رو نباید چرا شعارها رو هم یک به یک بگید، در موردش مرور میکنیم. خب میخوایم ارزیابی بکنیم جامعه دیگه، همه جوانه میگیم آقا بالاخره 20 نمیگیری، 19 میگیری، 18 میگیری، 17 میگیری، چند میگیری، بشینیم یکی یکی در موردش بحث بکنیم. عرض کردم من نمیدونستم که در این حوزه صحبت میشه و اینا، استقبالم میکنم اگه آنتن زمان داره، حاضرم تا صبح بشینم بحث بکنم، چون با افتخار از عملکرد دولت‌های رئیسی دفاع میکنم هر جایی در حوزه‌های مختلف. نمیخوام بگم 20 میگیره، ولی با افتخار دفاع میکنم از عملکرد. باید ببینی با چه سرعتی داشته حرکت میکرده و در چه شیوه به کجا رسیده. مثالش از تورم زدم، 60% که میرفته بالا شده 30% که داره میاد به سمت پایین. در این دوتا حوزه‌ای که شما فهمیدید مثال بزنم، ما در مسکن یه همچین وضعیتی داشتیم و با نرخ تورم رو به افزایش، با این تفاوت که اولا نرخ تورمش عرض کردم رو به افزایش بوده، الان تورم امسال مسکن ما از تورم پارسال به شدت کاهش تر شده. تورم مسکن ما شده دلاوری 10% مال این فصل. تورم مسکن ما شده کمتر از تورم کلی کشورمون. چرا؟ چون ساخت و ساز و خرید و فروشش توسعه پیدا کرده، چون مالیات بر خانه‌های خالی اجرا شده، چون عرضه افزایش پیدا کرده، چون نظارت بر بنگاه مسکن افزایش پیدا کرده. خب همزمان هم دیگه دولت نمیگه من تماشاچی هستم در حوزه مسکن، دولت میگه من وسط میدانم، هر کی خونه نداره بره تو روستا بش زمین بزرگتر میدم، بیا تو شهر بش در پروژه‌های نهضت ملی مسکن ثبت نام میکنم مسکن. یعنی وسط میدان حل این مسئله هم هست، یعنی با اون زمان متفاوت است. در حوزه خودرو شما مثال زدید، ببینید در حوزه خودرو رو هم بگم، ما سالی حدود 750 هزار تا خودرو تولید میکردیم. سال 92 چقدر تولید میکردیم؟ 1,750,000 تا. رسیده بود به 750 هزار تا با تعطیل کردنش و با توقفش، الان رسیده به 1,500,000 خودرو. یعنی وارد. هنوز از 92 پایین تریم؟ بله میرسیم انشالله، میرسیم با برنامه‌ریزی که شدیم میرسیم. اگر من بیام رسیده بوده با... به 750 هزار تا. اگر من بیام شما رو با 92 مقایسه کنم بگم آقا یه ظرفیتی کشور داشته. بله ظرفیتی یعنی فرض میکنیم اینجا اصلا یه دره بوده، خب یه دره خالی، شما باید خودتون رو با این دره خالی مقایسه کنید. آقای دلاوری از 1,700,000 تا طی 8 سال که ادعا کردن ما سانتریفیوژ رو تعطیل میکنیم، هسته‌ای رو متوقف میکنیم که چرخ اقتصاد به چرخد، از 1,750,000 تا رسوندنش به 750,000 تا، حالا تو اونم تو 8 سال، الان تو 3 سال از 750,000 تا رسیده به 1,500,000 تا. یعنی چی؟ یعنی دو برابر شده. با همین مسیر بریم جلو، ما هدف گذاریمون بالای 2.5 میلیون بوده، با همین مسیر بریم جلو به اونها هم راحت میرسیم. خب چرا؟ چون زیرساخت‌ها هست، هی توسعه پیدا میکنه. حواسمون باشه همزمان هم پراید از خط تولید رفته کنار، سمند از خط تولید رفته کنار، چندین خودروی فاقد استاندارد از خط تولید رفتن کنار و استانداردهای بهتری شدن. یه نکته دوم بگم، تازه اون موقع واردات خودرو هم ممنوع بوده، الان واردات خودرو هم مجوزش داده شده و شروع شده، کم کم داره واردات خودرو هم میاد. یعنی همین خودرو، همین موضوعات که چالش‌های اساسی بوده. یعنی شما در مورد نقاط قوت سوال نپرسیدید، در مورد چالش‌ها سوال پرسیدید، درسته؟ مثلا در مورد نقاط قوت آقای بهادری، من دولت‌ها کارمند مردم میدونم و میگم نوکر که مردم از کارمند بالاتر، و میگم که من زندگی مردم رو میبینم، میگم دولت تو این کارو کردی یا نکردی. حالا اگر مثلا به من بگی آقا من نسبت به اون که خیلی بد بوده من بهترم، آقای دلاوری ببین یه پزشکی، شما فرزند بیمارتون میبرید پیش پزشک، فرزندتون تصادف کرده، ماشین بهش زده، تو کماست، خب بعد نمیتونی بگی آقای پزشک چرا 3 ساعت به تحویل دادم این نمیدوه. میتونی بگی چرا از کما در نیومد، میتونی بگی چرا کم کم نفسش نمیدونم راه نیفته، چرا چشاشو باز نکرده، چرا نبضش حالا متعادل نشده، چرا پاشو گچ نگرفتی. باید ببینی شرایطش رو چی بود. انتخاباتی نمیگفتی توی تبلیغات انتخاباتی کما در بیاری؟ نه چرا تو تبلیغات انتخاباتی همه شرایط، ببین 700 نفر کشته کرونایی در روز داشتیم، تورم 60%، سرمایه اجتماعی در حداقل ممکن، افزایش نرخ نقدینگی موجود انتخابات بود، این در تصویر انتخابات هم شعارهامون موجود، همه رو حاضریم نمایندش تک تک صحبت کنیم. عرض کردم اگر گفتیم 4 میلیون مسکن در 4 سال 2600ش رو داریم گزارش میدیم، اگر گفتیم نرخ تورم کاهش میدیم از 60 به 30 نصف شدنش رو داریم گزارش میدیم، از 100 به 30 چرا گفتیم کاهش میدیم؟ تک رقمی میشه
هنوز 4 سال دولت تموم نشده، 3 سالیم بزرگوار. یعنی همون دست فرمونی که از توی تو هزار توی کمتر از 3 سال تو 2 سال و مثلا حدود 10 ماه 9 ماه از 60% رسید 30% حواسمون باشه. دوتا اتفاق افتاده، یک سیاست اصلاح ارز ترجیح اتفاق افتاده که اثرش افزایش تورم بوده و میدانستیم و ما در آینده سیاست مشابه دیگری نداریم، لذا سرعتمون بیشتر خواهد بود. دوما برای جبران این تورم یارانه ها افزایش پیدا کرده به 300 هزار تومان و 400 هزار تومان. قبلا اگر تورم 60% بود یارانه هم 45 هزار تومان بود، الان تورم اگر شده 30% یارانه هم شده 300 هزار تومان و 400 هزار تومان. یعنی همزمان بعد همزمان حداقل بگیران حقوقشون افزایش پیدا کرده، سرباز حقوقش شده 4 برابر. ببینید تاکید میکنم، ما میفهمیم که شرایط اقتصادی سخت است، موضوع این است از شرایط وخیم رفتیم به سمت درمان. در برخی از حوزه‌ها به درمان رسیدیم، رشد اقتصادی 5% آقای دلاوری بالاترین رشد اقتصادی در منطقه شدیم. الان نامزدها که میگن آقا افزایش حقوق 20% که بوده در این سالها خیلی جوانمردانه نبوده و ما اگر بیاییم یه کاری میکنیم که وقتی تورم 40% میانگین افزایش حقوق کارگران در این دولت اولا 40% بوده، میانگین بگیریم سالانه حدود 40% بوده. این نکته اول. یعنی نکته دوم 40% حدودی دارم میگم، میانگین بگیریم بله حدوداً 40%. نکته دوم، سیاست این دولت عادلانه سازی حقوق هم بود آقای دلاوری. ببین ما نگاهمون این بود که حداقل بگیرها رو بیشتر حقوقشون افزایش بدیم، وقتی فشار تورم بیاد طبقات پایین بیشتر فشار تورمی میگیرن. ما جهتگیریمون این بود هم کارمندان دولت هم کارگران حقوقاشون 50%، 57%، 60، یعنی عددهای بالاتر افزایش پیدا کرده سایر طبقات. کسی که آقای دلاوری 60 میلیون 70 میلیون حقوق میگیره 50 میلیون حقوق میگیره الزامی نداره اونم 60 سال دارن. وقتی همه اینا درست پیش رفته چطوریه یه زندگی الان نسبت به مثلا 2-3 سال پیش خیلی سخت‌تر شده؟ یعنی هر چی زمان میگذره زندگی ما داره سخت‌تر میشه. آقای دلاوری بشینیم با شاخص با هم دیگه صحبت بکنیم. ببینید اگر بگی که سال 1400 نسبت به سال 92 زندگی سخت‌تر شده، من به شما میگم بله، با شاخص هم به شما میگم، میگم فاصله طبقاتی افزایش پیدا کرده، قدرت خرید کاهش پیدا کرده، تورم افزایش پیدا کرده، نقدینگی افزایش پیدا کرده. ولی بگی الان به سمت 1400، نه من اینجوری راحت نمیگم. زندگی سخت‌تر شده دلاوری. تو همین ایام برق قطع نمیشد سال 1400، تو زمستون گاز قطع نمیشد سال 1400، تنش‌های آبی خیلی جاها نداشتیم آباشون قطع نمیشد، تا یه بارون میومد تو اهواز فاضلاب نمیگرفت. چرا میگیم حتما زندگی سخت‌تر شده؟ خیلی از شاخص‌های زندگی ما بهتر شده. بله تو برخی از شاخص‌ها هنوز نتونستیم اون بیماری رو مهار بکنیم، ولی باز من در همونها به شما گزارش میدم که ما در مسیر درمان همونها قرار گرفتیم. ما دلاوری نرخ بیکاری ما از 10% اومده زیر 8%. الان طبیعیه. یعنی زندگی اقتصادی ما ایرانی الان طبیعیه به نسبت شرایط برای که مثلا من بخوام یه دونه واحد کوچولو بخرم، بخوام یه دونه ماشین بخرم، بخوام برم وقتی ارزاقمو میخرم تنم لرزه که اصلا حقوقم میرسه با آخر ما. ما الان وضعیت تقریبا معقول و مطلوبی داریم آقای دلاوری. اولا که برای کسی که خونه نداره طرح داریم، با برنامه میتونیم بهش خونه بدیم. یعنی چی؟ یعنی میتونیم پیش بینی کنیم که وضعم بهتر خواهد شد. دوان وقتی نرخ تولید ماشین ما اینگونه، خودروی ما اینگونه افزایش پیدا کرده، یعنی یا الان میتونیم بخریم یا در آینده میتونیم بخریم با این میزان افزایش حجم تولید خودرو. به اون موقع که میگم 1,750,000 خودرو تولید میکردیم، صادرات میکردیم، یعنی زیادی داشتیم. یعنی ما همینجوری با همین تواتر، چون ما مشکل اونه که داریم عقب موندگی یه دهه رو می‌خوایم جبران بکنیم، خب با همین تواتر تولید کنیم میره. نکته بعدی آقای دلاوری، ماشین حداقل میشه بذار حقوق، با همون حقوق به شما بگم، با حقوق حداقلی ما که الان مثلا حدود 10.5 میلیون، حدود 11 میلیونه، به علاوه یه خانواده 4 نفره دهک پایین باشه 4 تا 400 هزار تومان، بالا باشه 4 تا 300 هزار تومان هم یارانه در ماه میگیره، جمع بکنیم اینها رو، علاوه بر این چه اتفاقاتی افتاده، برای اینکه کاهش هزینه روش اتفاق بیفته کودک زیر 7 سالگی داره درمانش رو رایگان کردیم، اگر جز 5 دهک پایین بوده بیمش رو رایگان کردیم. یعنی سعی کردیم این حمایت هایی برای حداقل های معیشت هم عرض بکنم که اتفاق بیفته. پس مسیر چیز آقای دلاوری، منم حرف دارم به خدا، اگه وقت بدید ما تا صبح حاضریم ما هم دیگه مباحثه بکنیم. میگم با اینکه قرار بود در مورد شهید رئیسی صحبت کنیم، در مورد دولت ما اونجا تا صبح در مورد شهید رئیسی صحبت کنیم و بس. و یه بار دیگه با هم بشینیم، بیماری که هر وقت دلتون خواست میشینیم ما هم دیگه. بس بر در مورد دولت شهید رئیسی عرض کردم، با افتخار دفاع میکنم. اینی که میگی شرایط اقتصادی خوبه یا نه، اتفاقا میگم نه، به دلیل همون یک دهه تعطیلی. کشوری که در رقابت با سایر کشورها یه دهه خودش رو تعطیل بکنه عقب میفته آقای دلاوری. به همین دلیل میگم مهمه درست انتخاب بکنیم، مهمه برنگردیم به عقب دوباره خودمون رو تعطیل بکنیم. برای همین میگم باید با سرعت بریم.
در مورد چای دبش فرق این دولت با بقیه دولت ها این بوده های دلاوری. تو همین مناظره های اخیر اسم کرسنت اتفاق افتاد، عدد رقم ها رو ببینید، عددهایی که تو مناظره گفته شد چند برابر چای دبش بود، اونم نسبت به مثلا 20 سال پیش. خب یک دو، تو اونجا میگن اون پول از جیب ملت و کشور میره. چای دبش چی میگه؟ میگه این میزان پول برخلاف روال به این شرکت تخصیص پیدا کرده شده، ریالش هم گرفته شده. حواستون باشه چیه، رفع تعهد ارزیه. یعنی نمیگه این پول اختلاس شده ها، میگه این دلارا باید اولویت بود میدادیم به کالای اساسی، داده به این شرکت، ریال پولش هم گرفته شده. خب این تفاوت دوم، بله قوه قضاییه هم نظرشونو بپرسید. تفاوت دوم، تفاوت مهم دوم، چای دبش گزارش دهندش کیه؟ دولت. اصلا مرجع ناظرش دولته، یعنی بازرس ویژه رئیس جمهور دفتر موضوع و مفاصل اقتصادی خودش شروع کرده، ورود کرده، شناسایی کرده، برخورد کرده، گزارش داده مرجع قضایی، گفته آقا بیا رسیدگی بکن، پیگیری هم میکنه، مکاتبه هم میکنه، رفت آمد الحمدلله تمام رو بسیار سازنده هم هست، میگه بیا رسیدگی بکنید. تفاوت چی شده اون زمان غیر از حالا همین مقایسه‌ای که برای شما کردم؟ اون زمان اگه فسادی اتفاق می‌افتاد قوه قضاییه می‌خواست رسیدگی کنه، می‌گفتن نه آقا این داداش منه، اون آشنای منه، اون یکی می‌خوام بذارمش وزیر، اون که می‌خوام بذارمش وکیل، به اینا حق ندارید ورود بکنید. بعد نتیجه‌اش هم می‌شد که در دعاوی بین‌المللی به واسطه حمایت از اینا شکست می‌خوردیم. در این دولت خود دولت می‌افته جلو، ورود می‌کنه، گزارش می‌گیره، مانع میشه. همون لحظه‌ای که شناسایی کرده قرارهای پیشگیری لازم، جلوگیری از استمرارش. آقای دلاوری، سفارت خونه های ما تو خارج از کشور برای چای دبش فعال شدن که اموال چای دبش رو تو کشورهای مختلف نقاط مختلف جهان شناسایی بکنن، بردارن بیارن تو ایران. معادل تقریبا کل فساد چای دبش اموال ازش شناسایی شده و تحت توقیف قرار گرفته. یعنی 100% ضرری که بیت المال زده شده ان شاء الله، حالا باید بره جزئیاتش رو مقام قضایی تقویم بکنه طبق نهادهای، طبق گزارش‌های نهادهای نظارتی در دولت، معادل 100% شناسایی شده، توقیف شده که جبران بشه برای مردم. این تفاوت نحوه مقابله با فساد هست با نحوه مقابله با فسادی که هنوز فساد کرسنت 20 سال پیش روی میز مونده با ده ها برابر خسارت و همچنان هم معلوم نیست که چه اتفاقی براش بیفته. خیلی ممنونم. هر چی دیگه دوست داشتی آقای دلاوری، ما برای دفاع از عملکرد آقای رئیسی آماده ایم. آره. تا صبح از من بپرسی دفاع میکنم. یک بار بشینیم جدا. الان من خلف وعده‌ام کردم، یعنی من باید سوالات اینطوری نمیپرسیدم ولی پرسیدم و خیلی ممنون که شما جواب دادید و هیچ مشکلی هم با هم انشالله نداشتیم. شما که راضی؟ نه من راضی، من کلا شما رو میبینم انرژی میگیرم. خیلی ممنونم، خیلی ممنونم، لطفتون. ولی خب دوست داشتیم در چهلوم شهید رئیسی در باب زمان نداریم، اگه زمان داری سوال به آقای رئیسی به تناسب فرمایشات شما دو سه تا ویژگی ازشون میگم. یک، آقای دلاوری مسئولیت پذیر بود. اگر میدید بحران اقتصادی داریم، مردم مشکل مسکن دارن، مشکل خودرو دارن، متلک نمینداخت، نمیگفت من نمیدونم، دست من نیست، من مسئولش نیستم، اون یکی مسئولشه. میومد اتفاقا وسط میدون میگفت آقا من شعار دادم، من وعده دادم، من قول دادم، من مسئولم، من باید پاسخگو باشم، من وای میسم کارشم انجام میدم. شوراهای عالی مسکن شاید روده 10 سال تشکیل نمیشد. های دلاوری، ماهانه های رئیسی تشکیل میداد، ماهانه تشکیل میداد، استاندارا زیر سوال میبرد. دو، آقای رئیسی حقیقتا ضد فساد بود. یعنی یه اصطلاحی ایشون داشت نسبت به نظام، من نسبت به خودشون عرض میکنم، ایشون میگفت نظام هاضمش فساد رو بر نمیتابه. یعنی چی؟ یعنی یه وقت یه فسادی هم اتفاق بیفته این بر میگردونه، میده بیرون، پس میزنه. آقای رئیسی جنسش ضد فساد بود. یعنی اگر یه گزارشی مثل این دبش که شما بهش اشاره کردید میومد، آقای رئیسی رهاش نمیکرد تا به نتیجه برسه و برخورد بشه باش. اصلا رهاش نمیکرد. ببین اینی که من میگم خوب گزارشهاش بعدن باید رسیدگی بشه بیاد. خیلی ها شما سفارت خونه هاتون رو فعال کنی، خود در سطوح عالی کشور شروع کنی، با سطوح عالی کشورهای دیگه مذاکره کنی، بگی آقا تو کشور شما کمک ما بکن، میخوایم اون اموال شناسایی کنیم بیاریم، فلان فرد از اونجا بیاریم. خب برای اینکه فاصله نیفته، برای اینکه سریع بتونی اموال رو، حقوق مردم رو استیفا بکنی. این نکته دوم. نکته سوم، آقای رئیسی مال خود مردم بود، اصلا از تو دل مردم در اومده بود. یعنی شما وقتی شما دیدید حتما آقای رئیسی رو، احساست دیدی مسئولین یه ذره جنسشون بعضی وقتا فخر میکنه، اصلا با رئیسی این حس سوالش تایید میکنید یا نه؟ این حس سوال با رئیسی کسی نداشت. من تو موفق نشدم با ایشون دیدار کنم. کم توفیق بود. آقای رئیسی خیلی صمیمی، خیلی خودمونی، خیلی خودمونی، از جنس مردم بود. من دوست داشتم یکی از این مصاحبه ها منو دعوت میکردن به عنوان مجری، میومدم
ولی خوب بود بیاد. به ما هم نگفته بودی آقای دلاوری، میگفتید به ما به دوستان دیگه، چون من در کارت دعوت بودم. کلاس شما یه ذره بالاست. خب عرض بکنم آقای رئیسی از جنس مردم بود، به مردم باور داشت، به مردم اعتقاد و ایمان داشت، مردم رو نامحرم نمیدونست. اگه سند تحول برای دولت مینوشت که با برنامه بره جلو، سند رو منتشر میکرد، برای همه مردم میذاشت رو سامانه، میگفت آقا این برنامه منه، بیاد نقد کنید. من جسارتا صحبت شما رو قطع میکنم و تقصیر منم بود، یعنی من اگر خودم دوست داشتم سوالات اونجوری بپرسم باعث شدم وقت کم بیاد، ولی بشینیم با هم دیگه بیشتر گفتگو بکنیم و استفاده کنیم ازتون. خیلی ممنونم آقای بهادری جهرومی. یه بخشی ببینیم و برگردیم ادامه برنامه. خب خیلی مخلصیم و فردا انتخابات. جناب آقای اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور، قربان، خیلی خوش آمدید. خیلی ممنون، متشکرم. عرض سلام، ادب، احترام خدمت حضرت عالی، بینندگان محترم. شما خسته نباشید. قربان شما. یه سری اطلاعات هست، معمولا تو این روزها شما مداوم در حال تکرارشید، کوتاهی اشاره کلی بکنید. منم یکی دو تا سوال همینطوری دارم و خواهش می‌کنم. رحمت دادید. خب مستعجل هستید، فردا انتخابات ریاست جمهوری 14 هست و از ساعت 8 صبح شروع میشه تا 10 ساعت طبق قانون ادامه داره این فرایند. بعد از 10 ساعت که ساعت 6 عصر میشه، به تشخیص وزیر محترم کشور میتونه تمدید بشه و برای این حماسه مهم، خب تعداد شعبی رو در داخل کشور و همینطور خارج از کشور طراحی کردیم. 58640 شعبه هست، 34522 شهری و 24118 روستایی، 43425 ثابت و 15215 شعبه سیار، 344 شعبه اخصرک در خارج از کشور وزارت خارجه تعریف کرده که خب مستظر هستید یه 100 شعبه نسبت به 1400 افزایش شعبه داشتیم. البته سعی کردیم از همه کشورها، تقریبا کشورهایی که فراوانی حضور ایرانیان خارج از کشور هست باشه، ولی خب برخی کشورها به هر حال این مهم عملیاتی نشد به جهات مختلف. ما متولدین 84385 و قبل از اون رو فردا خدمتشون هستیم به عنوان کسانی که میتوانن رأی بدهند و خب 18 سال تمام. بله 18 سال تمام، کسانی که تابعیت جمهوری اسلامی ایران دارند و این حداقل سنی که اشاره کردم. نکته دیگه که در این خصوص باید اشاره کنم، قانون انتخابات ریاست جمهوری دو مدرک هویتی رو برای ثبت رأی فرض کرده که شناسنامه هست و همینطور کارت ملی، در حالی که در انتخابات مجلس شورای اسلامی 5 مدرک هویتی بود و همینجور تفاوت میکنه مردم شریف ایران مستظر باشن یا کارت ملی همراه داشته باشن یا شناسنامه. رأی‌گیری الکترونیکیه؟ مستظر هستید در مجلس؟ بله الکترونیکی بود در مرحله دوم و همینطور مرحله اول 4 حوزه، در مرحله دوم 8 حوزه. اما به جهت محدودیت قانونی که در ریاست جمهوری داریم، نه خیر، صندوق الکترونیک نداریم، بلکه همین تعرفه‌های کاغذی که سنتاً در کشور بود و در ادوار گذشته، در این دوره هم همین تعرفه های کاغذ. یک سری تو انتخابات مجلس یه ویدیوهایی رو منتشر میکردن که آقا من رفتم رأی بدم، بعد به من میگن که تو رأی دادی، در حالی که من رأی نداده بودم. چنین چیزی رو ببینید، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ضرب مهر از شناسنامه برداشت به جهت اینکه سامانه دستگاه احرازی که در شعبه مستقر میشه این کارکرد رو به خودش اختصاص میده. به چه صورت؟ به این صورت که به هر حال رای دهنده کارت ملیشو ارائه میکنه، در اون سامانه دستگاه احراز یک کنترلی صورت میگیره، به این معنا که اولا واجد شرایط هست، یعنی شرط سنیش میخوره یا نه، بعد به صورت برخط یک کنترلی میکنه که این فرد قبلا رای داده یا رای نداده. به همین جهت در شرایطی که اون دستگاه احراز میتونه آفلاین بشه، یعنی برون خط باشه، شاید این احتمال باشه، ولیکن در شرایط برخط در همون آن واحد اعلام میکنه که این فرد رأی داده یا رأی نداده. شاید برخی موارد به این صورت بود. در این دوره در ریاست جمهوری ما
یه کار به هر حال جدیدی رو داریم تجربه میکنیم با هماهنگی که شورای نگهبان صورت گرفت. کارت ملی که از رای دهنده میگیریم در دستگاه احراز قرار میدیم، به جهت اینکه تعریف شده برای دستگاه احراز صرفا کارت ملی، کارت های دیگر رو نمیپذیره، یعنی اجازه نمیده اصلا یک کد تعرفه ای صادر بشه و فرد به تعرفه برسه، به مرحله بعد برسه. به همین جهت یک دقت بالا و امنیت بالا تو این زمینه خواهیم داشت. در مورد شناسنامه هم عکسی از شناسنامه گرفته میشه و بعد سه مشخصه از شناسنامه رو میباید کاربر ما ثبت بکنه: کد ملی، تاریخ تولد و شناسه‌ای که در اون سریال شش رقمی که در روی شناسنامه است، این هم باید ثبت بشه. لذا الان با این اقداماتی که صورت گرفته به هر حال بسیار صحت انتخابات محرز هست. و چند نفر واجد شرایط رأی دادن؟ بله، واجد شرایط هم اعلام شد امروز از نایب رئیس ستاد انتخابات کشور، 61,452,321 نفر واجد شرایط ما هست. و برای کسایی که ممکنه اطلاع نداشته باشن، اگر دور اول چه اتفاقی بیفته یک نفر رئیس جمهور میشود، یعنی حالا جالب شود. قانون انتخابات ریاست جمهوری با قانون مجلس متفاوته، به جهتی که اونجا اصلاح خورد سال گذشته. در قانون انتخابات ریاست جمهوری ملاک اکثریت مطلق هست، یعنی حتما باید فرد پیروز اکثریت مطلق آرا رو به دست بیاره. حالا اینجا بر اساس اصل 117 قانون اساسی برمیگرده به کل شرکت کنندگان، یعنی مجموع آراء صحیح و همینطور باطله، به تعبیری یعنی مأخوذه. واجدان شرایط مبنا نیست، نه خیر، آراء مأخوذه. بله بله، در این که تعدادی که میان رأی میدن مشخص، اما نکته هر تعدادی که بیان رأی بدن، رأی بدن، کسی که قراره در مرحله اول منتخب بشه، نصف برای بله. نصف برای یک باید رأی باید رأی بیاره. به همین جهت، اما نکته که داره نصف علاوه آراء صحیح و باطله، در حالی که در مجلس صرفا آراء صحیحه و اونم 20%. اما در ریاست جمهوری بر اساس این اصل قانون اساسی اشاره میکنه که میباید نصف علاوه یا اکثریت مطلق رو به دست بیاره. حالا اگه کسی با وقتی این اتفاق نمیفته میره ما دور دوم، باز بر اساس اصل قانون اساسی چند نفر بینن دور دوم؟ دو نفر، یعنی دو نفری که بیشترین آرا رو به دست آوردن با تاییدی که، یعنی با اعلامی که وزارت کشور میکنه و تاییدی که شورای نگهبان انجام میده، مشخص میشن و اطلاعیه میشه برای جمعه هفته بعد. یعنی بر اساس قانون 15 تیر ماه به عنوان روز برگزاری انتخابات مرحله دوم خواهد بود. یعنی اگر کسی که میاد برای سفید هم میده، کار رو برای اون نفر سخت‌تر میکنه. دقیقا. بله. آرای بیشتری باید بیاره که بتونه بره. بله، به همین جهت اشاره کردم که قانون مجلس یه تصحیحی خورد و قانون ریاست جمهوری نه. ما در این به هر حال این مقطعی که الان درش هستیم، لایحه جامع انتخابات رو نوشتیم، به دولت فرستادیم، دولت هم به کمیسیون داد. در کمیسیون داشت بحث میشد که خب این اتفاق افتاد و اصل 131 و بازه 50 روزه و مشخص شدن رئیس جمهور، نرسیدیم به اینکه این اصلاحات صورت بگیره. از جمله همین انتخابات الکترونیک، در اینکه در قانون ریاست جمهوری نیامده، در حالی که در قانون مجلس آمد، 1/8 حوزه داره تعدد کرسی. و همین جهت در اینجا میشه گفتش که اکثریت مطلق با تعداد شرکت کنندگان لحاظ میشه و بعد هم در مرحله دوم نفر اول و نفر دوم بیشترین آرا با تایید شورای نگهبان انتشار آگهی میشه برای جمعه هفته بعد که 15 هست. قانون انتخابات، قانون ثبت نام چه تغییری کرد که تعداد کسایی که آمدن کمتر شد؟ چون سالهای قبل معمولا خیلی دامنه کسایی که می آمدن زیاد بود. بله، خب قانون انتخابات ریاست جمهوری که باز مشخصه، دو به تعبیری ماده 35 یه اشاره میکنه که شرایط انتخاب شوندگان به چه صورت هست، کلیست، نیامده به جزئیات بپردازه. خب بر این مبنا وزارت کشور یا ستاد انتخابات در ادوار گذشته همین قانون رو مبنا میگرفته، در حالی که با یک مصوبه‌ای که در شورای نگهبان شکل میگیره، اون مصوبه میاد تعریف رجل سیاسی مذهبی میکنه و مدیر و مدبر و شرایطی رو برای این به هر حال بر اساس سیاست ابلاغی رهبر معظم انقلاب در مجمع تشخیص ابلاغی مجمع
بر اساس اون بند 18 میاد بند 10 به تعبیری میاد اعلام میکنه و نهایتا این منجر به این میشه که یه مصوبه ای از نای شورای نگهبان ابلاغ بشه به وزارت کشور. خب در گذشته این مصوبه توسط مجموعه وزارت کشور به تعبیری وارد نشده و صرفا همون قانون موجود مورد توجه قرار گرفته. در این دوره با توجه به ابلاغی که شورای نگهبان کرد به وزارت کشور، وزارت کشور اون رو مبنا قرار داد به جهت آسیب‌های متعددی که ما در ثبت نام در ادوار گذشته دیدیم. خب دو سه تا بند بسیار مهم داشت. اولا شرایط سنی رو آورد که در قانون نبود که 40 تا 75 سال هست و بعد مدرک تحصیلی ارشد رو وارد کرد که باز این هم نبود در قانون. اینا همه مصوبه ابلاغی شورای نگهبان هست و همینطور تعریف به هر حال یک دوره 5 ساله تصدی به هر حال میشه گفتش که مقامات یا ماده 70 که مدیریت خدمات کشوری و مواردی از این دست که در سابقه 5 سال مدیریت رو مدیریت داشته باشه فرض بفرمایید. اینها باعث شد که تعداد کم بشود و بیشترین به همین جهت محدودیت ایجاد شد. بیشترین سوالی که مردم این روزها ازتون میپرسن چیه؟ به هر حال الان بیشترین سوالی که از ستاد انتخابات هست، شاید در دوره تبلیغات تماسهای مکرری ما داشتیم به ستاد انتخابات مبنی بر این که به نامزدهای محترم نکاتی رو یادآور بشید. عموما دغدغه های اقتصادی بود، یعنی تماسهایی که به 117 ستاد انتخابات کشور یه شماره رو طراحی کرده، تماسایی که داشتن بیشتر این بود که این دغدغه‌های اقتصادی بیشتر مسائل اقتصادی بود، بحث معیشت بود، اینها رو منتقل بکنید. در الان با توجه به اینکه فرایندها سازوکارهاست و مواردی که مرتبط به رأی گیری است و اخذ رأی، بیشتر اینکه چه مدارکی هویتی نیاز هست، به چه صورت. برخی سوال دارن که آیا امکان داره که من به واسطه مشکلات حرکتی در منزل هستم، آیا میشه صندوق رأی به منزل آورده بشه و از این مواردی که در حقیقت در جامعه ما یه تماس و یه پیام عجیب هم بود که مثلا خیلی توجهتون رو جلب کنه بگید. به جهت اینکه انتخابات مجلس رو پشت سر گذاشتیم شاید یه مقدار البته همین که یه نفر که مشکل حرکتی داره اینقدر دغدغه داره که زنگ بزنه و بگه آیا میتونم اینطور رای بدم. ما زیر پوست این کشور آدم‌هایی دارن زندگی میکنن سوزی هایی دارن که همیتون. اگر ما بدانیم مو به تنمون سیخ میشه. یعنی ما الان فکر میکنیم خب حالا مثلا طرف میبینی طرف برای رأی دادنش که بری در زندگی میبینی زندگی سختی هم داره، انقدر داره فکر میکنه که زنگ میزنه به ستاد انتخابات. خیلی قشنگه. من حالا ما به برخی از فرمانداری ها مثل فرمانداری تهران اعلام کردیم این رو یه ابتکاری به خرج بده به این صورت که یه صندوق سیاری رو تحت عنوان آماده به خدمت، آماده به کار، فوریتی یا همچین تعریفی بکنه که اگر این تماس ها رو ما بتونیم مدیریت بکنیم. انصافا برخی ها خب شرط حالیشون خوب نیست، جانبازن یا به هر حال مشکل حرکتی دارن. تماس های ما مکرر داشتیم ها، یعنی این مورد از مواردی است که ما به فرمانداری ها اعلام کردیم اگر ممکنه این فضا رو ببینید. حتی امروز مثلا یه تماسی هم صورت گرفت به این معنا که یک عده از به هر حال شهر مقدس مشهد عازم شهر تبریز هستن. الان دقیقاً بازه زمانی که سوار میشن ساعت 6 صبح و وقتی به تبریز میرسن شاید ساعت 11 12 شبه. الان چندین بار به ما تماس گرفتن که یه فکری برای ما بکنید. واقعا خب به عنوان یه مسئله است، اینها میخوان رأی بدن، 200 نفر به هر حال ظاهرن، باعث سربلندیه. بله. واقعا حالا براشون داریم فکر میکنیم اگه بشه. میزان مسئولیتی که طرف احساس میکنه برای خودش. ما تلال احمر میریم یا جاهای شبیه به این، کسانی که داوطلبان در ایران چندین برابر میانگین جهانیه. و من هر وقت این عدد رو میشنوم خیلی ذوق میکنم و هی یادمون باشه آدم هایی دارن تو این ایران زندگی میکنن که ایران سربلندیش اتفاقا روی شونه های اونهاست. صبور، مسئولیت شناس، پای کار و درست و حسابی دقیق. جناب دلاوری، یک
حالا تو اسفند بود انتخابات مجلس، انصافا واقعا گفتن نداره چقدر زحمات ما مردم دادیم بهشون. مثلا در یک موقعیتی قرار گرفتیم که کوهنوردی نیاز داشت، یه مجموعی از کوهنوردها آمدن صندوق‌های ما رو حمل کردن تا برسونن به یک مجموعی فقط برای اخضرای. انصافا اصلا اینا مستند نشده و کسی مطلع نیست، واقعا بیخبریم. یا در همین موضوع چابهار یه سیلی اومد درست اسفند ماه، در همون روز انتخابات یا شب انتخابات سیل اومد، فرماندار اونجا یه شرایط خب سنگینی پیش اومد، آب آمد، خب همه صندوقای ما مشکل پیدا کرد، یعنی هم ثابت و سیار مسئله پیدا میکنه. با یه شرایطی همکاران ما در به هر حال این منطقه آمدن و اخذ رأی گرفتن و ثبت رأی گرفتن از مردم و مردم رأی هم دادن، مردم هم رأی دادن. یعنی شما ببینید، من نمیدونم، این طرف زندگیش آب برده، زندگیش آب برده، ما هم با این شرایط، حالا همکارانی که به هر حال زحمت میکشن انصافا توی اون شرایط در سیل آمده تعهد که این صندوق و ملزومات شعبه رو حفظ میکنه، یعنی مواظبت میکنه و بعد میرسونه به مردم که اونها هم یه رأی رو ثبت بکنن، اینا اصلا هیچ جا دیده نمیشه. من فکر کنم کمتر جایی در جهان اصلا بتونی با یه همچین تصویری مواجه بشی. و چقدر خوبه که رسانه علاوه بر این که حالا یه جاهای مشهور و مثل حسینی ارشاد و اینها رو پوشش میده که خوب هم هست و که تشکرم میکنیم. آره. امسال خیلی متفاوت شد، یعنی همین نکته 200 کانالی که به هر حال صدا سیما رو اندازی کرد برای حوزه‌های انتخابیه و همین که یه دوربین کاشت برای شعب. ببینید الان فرض بفرمایید در قانون آمده که رأی باید مخفی باشه، صندوق‌های ما همه ماته، شما داخلشو نمیتونید ببینید. اگه کسی از ما بپرسه چرا ماته، دلیل خاصی داره شما مات کار کردید، میگیم که به جهتی که قانون هست، قانون گفته نمیشه شما رأی دیگران رو ببینی. اگر ما اینو شیشه‌ای کار بکنیم، اون تعرفه‌ای که در اون صندوق هست مشاهده میشه. خب نمیشه کامل تاش کرد بعد انداخت. بعد خب این که دیگه تو پاکت بذاری یه هزینه دیگه است، یه سختی دیگه است. سهولت در امر رأی‌دهی خیلی مهمه. یعنی این و بعد نکته بعدی این بود که ما اعلام کردیم به صدا سیما شما بیا این فرایند رو ببین که یه دوربین کار بکن، اون کسانی که اونجا هستن، 15 نفری که نماینده فرماندار، نماینده ناظر، حتی نماینده اون نامزد میتونه حضور داشته باشه، این فرایند رو اومد تصویر کشید بدون اینکه صدای اون شمارش آرا بره و همینطور زوم نکرد روی تعرفه ها، از دور یه دوربین رو کار کرد. این خیلی مهمه، یعنی هم یه سلامت انتخابات، اعتماد به کارگزارانی که در آن کار میکنن و اینکه خب جامعه هم احساس میکنه که بسیار هم مهمه انتخابات، تأثیرات بسیار خوبی داره. خیلی ممنونم، خوش داشتم بحث رو ادامه بدیم ولی وقت ما تمام شد آقای اسلامی. تشکر میکنیم، خدا قوت به شما و همکاران و همه کسانی که این روزها دارن فعالیت میکنن، به امید انتخابات خیلی خوب، خیلی خوب و به نفع ایران و برای ایران. نه این کلمات منواد استفاده کنیم، یادمون میره دیگه از بس که بعضی کلمات تبدیل شدن به شعار. انشالله برای هممون خیر و برکت باشه. خیلی ممنون، خدا حافظ.